خب امیدوارم الان همه چی حل باشه توی فیسبوک. یاران بیان همه چی توی فیسبوک حل باشه. مشکلی داشتیم اینجا، عجیبه امشب. اینم از اون داستان است. درود بر بانو کتی، درود بر مسلم. خواهشم به اشتراک بذارید. امشب صحبت های مهمی رو داریم. مشکی پوشیدم به خاطر که خیلی ناراحتم، ولی گفتگوی طولانی داریم امشب در مورد همه مسائل. هیچی، همه چی درست شد. اوکی اوکی، بذارید من خودم توی فیسبوک. یارانی هم که در اینستاگرام هستن اگر میتونن بیان در فیسبوک. من اعصاب خیلی خورده، امید خیلی صحبت دارم امشب. مسائل به این سادگی نیست، خیلی مسائل وجود داره و حالا امشب با هم هستیم و تا جایی که بشه و من انرژی داشته باشم. از ابتدا خواهشم یاران در فیسبوک اشتراک گذاری یادشون نره که خیلی برنامه مهمیه، خیلی مسائل میخوام بگم. اتفاقاتی که امروز افتاد، من تو 48 ساعت گذشته راستش دروغ نگم 5 ساعت بیشتر نخوابیدم و برای همین شاید امشب یه خورده تحملم کمه، یه خوردم عصبیم. حقم دارم و شما هم حق دارید و انتظار نداشته باشید که مثل همیشه برنامه اجرا کنم. در صحبتایی که میکنم ناخواسته یا خواسته برخی زمانها نمیتونم خودم رو شاید کنترل کنم، مسئله توهین‌آمیزی رو مطرح میکنم. برای همین اگر عزیزان دوست دارن یه برنامه خیلی شست و رفته ببینن، اینو نبینن، چون امشب زیاد روی چیز نیستم، چون تعصبی که رو فرزندان کوروش دارم مسئله ایست که به من پروانه نمیده که الان بتونم خیلی راحت برنامه اجرا کنم. تا جایی که بشه خودم رو کنترل خواهم کرد، ولی عزیزانم فکر نکنن که الان مثلا خیلی همه چی اوکی هست. اینا تو تلگرامم لینک برنامه رو بزنم و برنامه رو آغاز کنیم. یاران فقط اشتراک گذاری یادشون نره در فیسبوک. خب این صدای اینم ببرم با اجازه. امیدوارم صدا در فیسبوک هم خوب باشه. الان نگاه میکنم دوستان برنامه آغاز شد. اگر از طریقه میریم برای برنامه، ببینم که یاران در فیسبوک هم که اومدن. سپاسگزارم بر بانو کتی و اعصاب همه خورد بانو کتی. خیلی صحبت هم دارم امشب. درود در بانو سهیلا، محسن شیخی و و و و و یاران عزیز در اینستاگرام. میگم یاران اگر در اینستاگرام بعضی هاشون میخوان کیفیت بالاتری ببینن، بیان حتما از طریق فیسبوک آغاز کنیم. صحبت هایی که امشب دارم خیلی طولانی خواهد بود و خیلی مسئله باید وا بکنیم و برای اون بخشی که واقعا دلش برای ایران میتپه. و اینو من امشب سیاه پیشیدم، چون واقعا واقعا اعضای ملی ما ایران گرایان هست، نه بابت اینکه جلومونو گرفتن اینا، بابت اینکه جریان ایران گرایی یک جریانی کاملا تنهاست و کسانی هم که دم از ایران گرایی میزنن خیلی هاشون اصلا تو باق نیستن مثل اینکه. و خیلی امشب صحبت دارم. اولا تو بخش نخست صحبتم برم سر وقت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه برخی از این بسیجیاشون و آخونداشون، البته بینشون هم اختلاف بود، چون من با خیلی از بسیجیا، با خیلی از اطلاعاتیا، با خیلی از سپاهیا در تماس هستم در رده های مختلفشون و خیلی ناراحتن اونا. ولی بخشی از بسیجیا، آخوندا که کلن آخوند اصلا نماد اهرمن بوده و هست. یاران اشتراک گذاری در فیسبوک یادشون نره. خواهش میکنم اشتراک گذاری کنید و بذارید این صدا بره. دیدید که در این 48 ساعت گذشته شاهد بودید دیگه، در این اپوزیسیون همشون نخواستن یک شنبهشون خراب بشه، داشتن اشغالشون رو میکردن. من 48 ساعت نخوابیدم و دیدید که 90% گزارش های حقیقی برای امسال از طرف ما منتشر شد. ویدیو از طرف ما بود، بچهای کوروش همه در با ما در تماس بودن و کسانی که برای خودشون ستاد را انداخته بودن و حرف مفت می‌زدن و آی ما فلانی و ما بهمانی، یک شنبه اروپاشون نمی‌خواستن خراب شه، چون یک شنبه در اروپا تعطیلیه و نخواستن خراب شه. اصلا نیستن، نمی‌دونم کجان و اینها چه حرف مفتی می‌زنن. من نمی‌دونم چرا الان در نمی‌دونم توی اینستاگرام، توی فیسبوک می‌تونید بچه‌ها
کامنت بدید. من نه چرا این چیزم استوب شده اینجا، عجیبه. اینم از اون، یعنی من الان کامنت نمیدونم بدم، خودم تو اینستاگرام خودم نمیدونم الان کامنت بدم، عجب داستانی شده. یاران اگر توی فیسبوک میتونید کامنت بدید بدید، چون برای من یه دقیقه استوب شده، کاری نمیتونم بکنم. عجیبه جلال خالق. ببینم یاران میتونید الان کامنت بدید توی فیسبوک. احمدی، آره پاتیزان جان، پس میتونید بدید. اوکی بله میشه. اوکی پس ادامه میدیم. عجیبه اینجا استوب شده برای من. اینم از اون چیز هست. امیدوارم تا آخر برنامه امشب، فیسبوک اولین شبیه که داره انقدر اذیتم میکنه. امشب که صحبت خیلی مهمی داریم فیسبوک مشکل داره. برم اول سر وقت این داستان که یک سری از این بسیجی ها اینا اومدن بیان کردن که کوروش اصلا خودش جعلیه، هفتم آبان جعلیه و یک سری از این مباحث رو مطرح کردن. در مورد این که هفتم آبان جعلیه یا خود کوروش جعلیه اینا رو میذارم کنار، بعد جوابشون رو میدم، ولی میخواستم به اینا یه چیزی رو بگم. اگر ما سرمون شلوغه داریم با تجزیه طلب ها مبارزه میکنیم یا مسائل منطقه رو خیلی خوب میدونیم و به خاطر اینکه کشورمون به مانند سوریه نشه یک مقدار فتیله رو کشیدیم پایین، خیلی مثل این که خوش به حالتون شده، پر رو شدید. جعلی قربونت برم، اون دوستان بسیجی که تو فضای مجازی نوشید کوروش جعلیه فلان از اینجور حرفا، یا برگه جعلی بودن کوروش در پاسارگاد حضرات پخش کردن، من بهشون بگم که جعلی اسلامتونه، جعلی اللهتونه. نه اینکه من الان ناراحت باشم، ناراحت هستم، ولی نه که بابت ناراحتی بگم اللهتون جعلیه. مثل بچه‌هایی که دعوا میکنن با هم دیگه، بعد دیگه مثلا میخوان روی اون طرف رو کم کنن، برمیگردن مثلا همینجوری فوش میدن. نه من ناراحتم، خیلی خشمگینم، ولی اصلا از اون تعصب نمیگم اللهتون جعلیه. الله نام بزرگترین بت خاندان محمده، نام خدا به زبان عربی رب میشه قربونت برم. الله بزرگترین بت خاندان محمده، پدر پدر سوخته محمد پیامبره، آدم کش و خانوم باز و واقعا یک انسان بیمار روانی، کسی که تو 65 سالگی دنبال دخترای 17 ساله مثل صفیه و جوریه باشه، این آدم یک آدم واقعا خطرناکیه. حالا بهتون میگم امشب، امشب کار دارم با پیامبرتونم، ولی اگر پدر پدر سوختش نامش عبدالله بوده، چون طبق اون چیزایی که ما داریم میبینیم عبدالله وقتی که مرد، نمیدونم تو فیسبوک دوباره ما استاپ شدیم، عجیبه. من نمیدونم چرا امشب اینجوریه، اصلا عجیب، خیلی عجیبه، اصلا باور نکردنیه. فیسبوک امشب با ما داره چیکار میکنه؟ اوکی من بذارید اینا چیز کنم اینجا بذارم آماده باشم که اگر فیسبوک اوکیه؟ آره اوکی اوکی خیلی ببخشید یارم، ما امشب درد سر زیاد داریم. ما اگر قبول کنیم که حالا ما عبدالله نام پدر محمد بوده، چون عبدالله وقتی که میمیره 5 سال بعد این پدر سوخته محمد تازی به دنیا میاد، جعلی اینه. عبدالله یعنی بنده الله، الله بزرگترین بت خاندان محمد بوده، 3 تا دختر داشته، منات و اوزا و اون یکی هم الان حضور ذهن ندارم، عصبیم. لات همسرم کمک کرد، لات و منات و اوزا، این 3 تا بت که حتی یه سوره هم براشون نازل شده به خاطر که داستان داره. یه روزی محمد از ترس جانش که ترتیبش رو ندن تو مکه جلوی این 3 تا بت سجده میکنه. اینا آیه قرآن ها، نه اینکه من همینجوری بگم، به ایران هم سوگند. وقتی که بخواید ایران ستیزی کنین ما شما رو رها کنیم، چون مبارزه با اسلام دیگه برامون خنده داره، قضیهش برای ما حل شده است. یک مش جوجه بسیجی که تازه سر از تخم در آوردن غلط زیادی میکنن، برمیان کوروش جعلی. بابا نام اللهتون جعلی است، محمدتون یک فرد جعلی است. خب یک فردی که در 25 سالگی با خدیجه 45 ساله ازدواج میکنه، 25 سال این زندگی رو پاس تا زمانی که خدیجه زنده است، چون خدیجه زن پولداری بوده. به محضی که خدیجه سرشو میذاره میمیره، این مردک، این آشغال، این ببخشید من توهین میکنم، ولی لایق توهین شدن محمد. چرا لایق توهین شدن؟ نه که من فکر کنید عصبی هم دارم توهین میکنم،
لایق توهین شدنه به خاطری که 1400 سال دنیا رو به لجن کشیده، ولی حداقل قبل از اینکه دنیا رو به لجن بکشه لایق توهین شدنه، چون این فرد کثیف تازی یک فرد ضد ایرانی است. این آشغال زمانی که خدیجه سرشو میذاره میمیره، اون موقع ثروت خدیجه که به جیبش میرسه تا 60 سالگی با خدیجه فقط زندگی میکنه، یعنی فردی تا 60 سال سن فقط با خدیجه است. حالا بماند قبل از 25 سالگیش گزارش ها و روایت های بیشمار و معتبر وجود داره که آقای محمد به خر و گاو و الاغ و اینام رحم نمیکرده، مثل این پانکوردا که الان در مناطق غرب کشورمون خودشون تعریف کردن، این چیزیه که بعضیاشون ما تو زندان دیدیم گفتن. یکیشون انقدر افتخار میکرد از این تجدید طلبا، میگه آره ما به خرهای ماده تجاوز میکنیم، اون یکی گفت چیزی نیست ما به خره نرم تجاوز کردیم. محمد خود با حیوانات تجهیز میکرده، اینا چیزایی نیست که من عصبی باشم. ولی وقتی که شما میای میگی کوروش جعلیست، عزیزم کوروش تاریخ، ببخشید ویلدورانت، همون زمانش هرودوت، گزنفون، همه تاریخ نویسان نامش نوشتن. اون وقت یک مش جوجه بسیجیه، ببخشید چهار پا، حیف نام گوسفند، حرفای پانکوردا رو تکرار میکنن. اگه کوروش شما وجود داشته چرا نامش توی مثلا شاعرها نیومده؟ مگه شاعرها وظیفه دارن که تاریخ رو بگن که اومده؟ بلی بعدش هم که شما نمیدونی، الان خود شاهنامه فردوسی خیلی ها میگن دارا کوروشه، مگه همه گزارش ها رسیده بوده دست فردوسی؟ تو فکر میکنی خب نام آرش هم نبوده، ولی این همه گزارشات دیگه، ببخشی تو سنگ نوشته ها رو کوری نمیبینی؟ بعد دنبال اینه که تو کتاب شاعرها چرا نن؟ بابا اینقدر سند داره این کشور نظر تاریخی رو سنگ نوشته، خوشبختان چی؟ منشورش که اصلا دیگه من نمیدونم واقعا به بعضی از اینا چی بگم. بسیجی جماعت بلند شده رفته داره حرفای پانکوردا رو، تروریست های تجزیه طلب پانکورد رو میگه، شرم هم نمی کنن. کوروش چرا تو شاهنامه نیت شاعرها نگفتن؟ کل قرآنتون براستی جلیست. اگر بدبخت عثمان نبود شما الان با 100 قرآن طرف بودید. اگر همین عثمانی که شما جوجه شیعه دارید فوشش میدید اگر نبود، با 100 قرآن شما مواجه بودید. حالا کوروش بزرگ جلیست؟ عجب، یعنی وقاحت، من نمیدونم بعدی وقتا آدم به اینا چی بگه. وقتی چون بچه ها داخل ایران هم توی یه سری ها، چون امشب دوباره میخوام برن آرامگاه کوروش، من منتظر پیام اونام هستم که اگر بتونن برن پیام خوب رو بهتون بدم، ولی خب به این سادگی هم یاران ما نمیخوان میدون رو خالی کنن. پس بنابراین پا رو دوم ما نذاری، وگرنه ما میگن اللهتون و محمدتون و همش جلیست. اگه همین سلمان تازی نبود که ببخش برو سوره نحل تو بخون، فکر کنم آیه 126 یا 186 یادم نیست، که دیگه همه فهمیدن این قرآن، این قرآن که چه بگم واقعا معجزه است. هرچند تو سوره بقره آیه 200 خورده میگم، اصلا اینا رو قدیم خوندم، برمیگرده میگه هیچ کس نمیتونه سوره ای بمانند قرآن بیاره. برمیگردی میری جلوتر سوره انعام اگر باشه اشتباه نکنم، میگه کسی نمیتونه 10 سوره به مانند قرآن بیاره. جلوتر میره سوره فکر میکنم اسراء باشه، آیه 77ش اگر اشتباه نکنم. قرآن بابا من این 6226 آیه قرآنتون قبلا خندم میگیره که بخوام الان در مورد اسلام اهریمنی صحبت کنم. سوره بنی اسرائیل هم برمیگرده، یا سوره اسراء برمیگرده، میگه که کسی به مانند این کتاب نمیتونه کتابی بیاره. ما نفهمیدیم این محمد تازی حرف حساب چیه؟ کسی نمیتونه سوره بیاره به مانند قرآن؟ کسی نمیتونه 10 سوره بیاره به مانند قرآن؟ یا کسی نمیتونه کتابی به مانند قرآن بیاره؟ حالا این بچه مسلمون های پررو، این بچه مسلمون های احمق که با هر کدومشون هم صحبت کنیم، میگه ما رفتیم تحقیق کردیم، تو غلط کردی که تحقیق کردی در مورد اسلام. مرده تو اگه وسط هندوستان هم به دنیا میادی الان گاوپرست بودی، هرچند از نظر علمی گاوپرستی به مراتب هم شرفش بیشتر از اسلام پرستی است و هم عقلانی تره. میتونم ثابت کنم که گاوپرستی از این محمد پرستی و اسلام پرستی شما به مراتب عقلانی تره. اون وقت بچه مسلمونه میگه کسی نمیتونه آیه‌ای بیاره، خود قرآن میگه سوره، ده سوره، یه جا دیگه میگه کتابی.
حالا تو جوجه مسلمون به من میگی کسی نمیتونه آیه بیاره؟ چرننامه، شعر و ور چی هست که کسی نتونه بیاره؟ فکر کردین ما یه مدت داریم با تروریستای تجزیه طلب به خاطر ما به مانند مادری میمونیم که فرزندمون دست شماها افتاده، هی دارین تلاش میکنین که این فرزندمون تیکه تیکه نشه؟ شماها از رو بیسوادی میگید کورش جلیست، ولی ما از رو آگاهی، از رو مطالعه، تحقیق، تمام اسلامتونو میخواستم بگم به لجن میکشیم، ولی هرچند چیزی که خود لجن است نیازی به لجن کشیدن نداره. کورش جلیست؟ میفهمید چی میگید؟ خجالت نمیکشید؟ هر آخوندی رو دوست دارید بردارید بیارید، من فقط باید یه دور دیگه مطالعات اسلامیمو یه دوره بکنم، بیاد ببینه چجوری گیرش میزنم. من اسلامو حفظ نیستم قربونت برم، من اسلامو از برم، من میفهمم اسلامو، من فهمیدم اسلامو. بعضی چیزا رو شما میری حفظ میکنی، من حفظ نکردم اسلامو، من فهمیدمش که محمد چه بیمار روانی است. این مردک آشغال تا زمانی که زن سن بالاش که 20 سال از خودش بیشتر بود زنده بود جرأت نکرد. جعلی اینه که شما میگید محمد دختری داشته به نام فاطمه. محمد ابتر بوده بدبختا. ابتر به معنای این است که عقیمه، سوره نازل شده، مثلا سوره کوثر 4 تا آیه داره، یعنی توانایی بچه دار شدن نداشته. حالا برید هی شما مسلمان‌ها جعل تاریخ کنید بگید ابتر به معنی کسیه که پسردار نمیشه. جعلی این است که شما میگید محمد چشم پاک بوده، در حالی که محمد به زن پسر خوندهش زید بن حارث بچه‌ای بود که اسیر چیز بود، خدیجه بود، و خدیجه چون از زید بن حارث خوشش میومد، چون محمد حواسش نبود، این خدیجه با زید بن حارث میخوابید. بعد حالا داستان داره، ولش کنید. بعد در میگرده میگه که آقا زید بن حارث بشه پسر خوندمون، بزرگش میکنن پسر خونده، چون تو عربام رسم بوده، چیز غیر اخلاقی نبوده، طرف با پسر خونده خودش هم سکس میکرده، چنین جانورانی بودن. بعد البته بگم عربا هر جانوری که بودن پس از آمدن اسلام جانورتر شدن، وگرنه عربای پیش از اسلام به مراتب انسانهای عقلانی تری بودن. آقایون هر کسی هم از این تروریستای تجزیه طلب بچه مسلمون، هر گوسفندی که ملیگرا نیست، ایرانی نیست، قلبش با ایران نیست، اومد اینجا هرچی گفت جوابش رو ندید، بذارید جلز و بلز بزنه تا پدرش هم در بیاد. بعد این محمد زید بن حارث پسر خوندشه، بزرگش میکنه. تو عربایی که میگن جاهلن، که عربها واقعا نسبت به اسلام جاهل نبودن، بعد از آمدن اسلام به این جهالت و بدبختی رسیدن. با کسی که پسر خوندشونه با زنش ازدواج نمیکردن، ارث و میراث مساوی میدادن. جل چشپاکی محمد است. چرا؟ چون دختر عمه محمد زینب، دختر بن جهش، با پسر خونده محمد ازدواج میکنه، زید بن حارث. به خدای ایران قسم 4-5 سال اصلا سمت هیچ کتاب اسلامی نرفتم، اینایی که دارم میگم با ریز جزئیات دارم میگم مال مطالعات حداقل 10 سال گذشتمه. بر میگرده اینها که ازدواج میکنن، محمد یک روز میره خونه زید بن حارث، زید بن حارث پسر خوندهش خونه نیست، بدن لخت زینب دختر بن جهش که دختر عمه خودش هم میشده رو توی حمام میبینه، عاشق زید. بعد برمیگرده یه جمله میگه، میگه پاک و منزه از خدایی که قلبها رو چیکار میکنه، تکان میده و این چرت و پرتا. پسرش که برمیگرده خونه به زینب میگه چه خبره، مو خبری شد یا نه؟ زینب میگه نه، پیامبر اومد. میگه کاری نکرد چیز، چون میدونسته که زید بن حارث میدونسته که این مردی که شهوتیست، این مردی که به شطور نرم رحم نمی کرده، با شطور نرم همخوابگی می کرده، این محمد کثیف. بعد به خدا توهین نمی کنم، توهین اینه که اسلام تو ایران وجود داره. این که من به عنوان یک ایرانی یک لجننامه ای به نام اسلام رو دارم باز میکنم، من توهین نمی کنم. توهین اینه که شما به شاهنشاه کوروش بزرگ گفتی جعلی، ولی من دارم حقای محمد بیش از این حرفا لایقشه. هرچند در شأن من و برنامه من نیست که این گونه صحبت کنم، ولی امشب شأن خودم هم زیر سوال میبرم و از این الفاظ استفاده میکنم. حقیقته، درسته در شأن برنامه من نیست، اما از حقیقت داستان چیزی رو کم نمیکنه، ولی به این که محمد بیش از این حرفا لایق توهینه. توهین که نیست، اینا ناسزا نیست، سزاوار این
مردک شهوانی است. برمیگرده بعد زید بن حارث میدونسته این شهوتی، فهمید که محمد چشش زنشو گرفته. چه میکنه به نظرتون؟ برمیگرده. ما عجیبه که امشب این مشکل خورده فیسبوکم، عصبیم کرده حسابی. برمیگرده بالاخره سرتون رو درد نیارم. در نهایت کاری میکنه زید بن حارث پسرخوندهش از زنش طلاق بگیره که این زنش بره همخوابه بشه با محمد. فکر کنم زینب اون موقع 20 سالش بود، 20 الا 22 سالش بود فکر میکنم دقیقا. و به خاطری که این کسافتکاریش رو توجیه کنه چندین آیه تو سوره احزاب رو مینویسه. پس چشپاکی محمدتون جعلیست. نمیخوام سر عزیزانا بیش از اندازه در بیارم به خاطر اینکه مباحث خیلی زیاده. بله طلاقش میده حمید عزیز توی اینستاگرام، زید بن حارث طلاقش میده و چون این کار بین مسلمانان بسیار کار کثیفی است، اون خدای خودش که همون سلمان تازی کثافته که آرید آیه سال 86 نحل رو بخونید، برمیگردن مردم میفهمن که قرآن و این چرننامه رو سلمان فارسی به این میگه، برمیگرده چیز میکنه، برمیگرده اونجا آیه سر 86 سوره نحل آیه نازل میکنه و خداوندش برمیگرده میگه که آره ما که میدونیم این به تو تهمت میزنن این کتاب و شخصی عجمی داره برای تو مینویسه، ولی اون شخص عجمی است در حالی که قرآن به زبان فصیح عربی است. خب این خدای تو اینقدر بیشعور آقای محمد که خبر نداره گویا سلمان 7 زبان در همان زمان بلد بوده طبق کاوش های تاریخ شناسی. به خدا اصلا خندم میگیره بیام مثلا یکی میاد میخواد دفاع کنه از اسلام، خندم میگیره که شخصیت خودم و مطالعات خودم بیام در حد این بخوام بیارم پایین که بیام ثابت کنم اسلام واقعا وجود داره. چه چیز باور کثیفی است بیام در مورد غیر حقانی بودن اسلام صحبت کنم. یعنی واقعا شما بچه بسیجی ها تو این مورد چقدر مبتذلید. پس جعلی همه باوراتونه، تمام تاریختونه. جعلی اون علیتونه که برمیگردید بهش میگید شیر خدا. جعلی شیعتونه بدبختا. شیعه رو نیاکان ما رو انداختن که ما عرب مسلمون نشیم. اون وقت شما خاک بر سرا کاسه داغتر از آش شدید، جلوی فرزندان کوروش رو میگیرید از خود مسلمانان سنی برای ما پر روتر شدید، خجالت هم نمیکشید، فرزندان کوروش رو باتون میزنید. کل شیعتون بیچاره ها جعلیست. علیتونه که یه آدم کش وحشی بود که تو 4 سال حکومت داری 3 تا جنگ بزرگ را انداخت، چه جنایت هایی کرد. برید اون نهج البلاغه مسخره شو بخونید. هرچند اون نهج البلاغه هم جعلیست، هرچند اون نهج البلاغه هم اصل کتابش مال کتاب هرمزنامه یا مینوی خرد بوده، دقیق یادم نمیاد، که تو قرن 4 هجری جمع آوریش کردن. همه چیزتون بیچاره جعلیست، همه اینا رو برید دنبال جعلیست. ولی همون نهج البلاغه یه سری از جملات این علی خونریز رو نوشته، برید بخونید چقدر این آدم بیمار بوده. علی که اینقدر آدم شهوانی بوده، 18 تا زن داشته این کثافت، تو 4 سال این همه جنگ را انداخت. من میگم آره علی همش رحمت بوده، 25 سال خونه نشست زورش نرسید. ابوبکر و عثمان و اینا بزرگتر از اون بودن. بابا جون خود عمر که شما شیعیان فوشش میدید از خود محمد مسلمان تر بوده. حالا بیا ثابت کن. اصلا محمد همه کاراشو با عمر و ابوبکر مشورت میکرده. همین عثمانی که شما شیعه ها فوش میدید اگه بدبخت نبود که الان شما 10 تا قرآن مواجه بودید. همین قرآنتون هم معجزه است. میگه آ قرآن معجزه است. بله هیچ کتابی تو دنیا نیست اینقدر چرند بشه. 1 میلیون گاو و گوسفند، 1 میلیارد گاو و گوسفند هم پیرو داشته باشه. یه بار ازدواج کردن محمد علی شما 60 آباد درد میگه. همین حالا کوروش تو جوانیش وقتی که میره سومر رو میگیره، گبریاس دخترش رو تو 18 سالگی به کوروش پیشنهاد میده، کوروش 18 ساله دست به دختر گبریاس نمیزنه. وقتی که میره تو جنگ شوش آپلاتاس فرار میکنه، پانتا دست کوروش میافته، کوروش 22 سالشه بدبختا. کوروش دست به پانتئون نمیزنه، انقدر آپلاتاس تحت تاثیر قرار میگیره میاد در لشکر کوروش بعدن کشته میشه. کوروش 18 ساله
کوروش 22 ساله که تاریخ داره میگه، ویلبرام داره میگه، هرودوت دشمن داره میگه، گزنفون داره میگه که همه اینا یونانی و غربی و دشمن ما هستن، تعریف تاریخ میکنن. اونها میگن در 18 سالگی و در 22 سالگی کوروش بزرگ دست به دختران جوان نمیزنه، تنها یک بار ازدواج میکنه، اونم با بانو کاساندان هستش. اون وقت محمد کثافت شما تا 60 سالگی فقط یک بار ازدواج میکنه با خدیجه. شما میخواید نامشو بذارید وفاداری؟ نه، نامش پول خدیجه بوده، تاریختون هست، ولی بعد از 60 سالگی ببینید این کثافت چه میکنه. از اولی سوده رو میگیره، بعد از سوده، حتی سوده چون سنش بالاست ایشون لذت نمیبرده، سوده 50 سالشه، محمد 61 سالشه، حال نمیکنه با سوده، فورا میره با دختر 6 سال و نیمه ابوبکر هم خوابه میشه، عایشه 6 سال و نیمه. میخواد بگید دروغه؟ میخواد چونه زنی کنید الان؟ بگید 9 سالش بوده، 10 سالش بوده؟ چک و چونه میخواید بزنید خاک بر سرا؟ خب برید تاریخ طبری که تو کشور خودتون در ایران منتشر شده، جلد پنجم دو جاش نوشته، همین الان چاپ جمهوری اسلامیتون، میگه 6 سال و نیمش بوده. چی رو میخواید چونه بزنید؟ فوقش 2 سال هم بیاید سنشو بالا. کتاب های چاپ خودتون میگه اینه، جعلی سرتاپ های دینتونه، جعلی حسن و حسینتونه، حسن خانوم. چرا نمیگید حسن چقدر خانوم باز بوده؟ چرا نمیگید اینا؟ چرا نمیگید حسن و حسین تو 18 سالگی در طبرستان فرزندان ایران را کشتن؟ من که نمیگم، کتاب های چاپ خودتون بدبختا اینقدر بیسوادید، کتاب هایی که تو خود حکومتتون هم چاپ میشه درست نمیخونید. در میانی دروغ نگو، کجا از کجا داری میگی؟ عصبی هم، ولی از رو عصبیت اینا رو نمیگم، اینا همه سنده، عصبیت هم سر جای خودش، ولی هر چی میگم با سنده. همونم اتفاقا تاریخ طبریتون میگه، همونم اتفاقا تاریخ طبری جلد فکر کنم چهارم و پنجمه، جلد پنجم فکر کنم، جلد پنجم بخش حمله به طبرستان رو بخونید که فکر کنم در لشکر ابو علی بود حسن و حسین میرن طبرستان و چه کشتاری انجام میدن. حتی در یکی از کشتارهایی که انجام میدن به مردم میگن که اگه تسلیم بشید باهاتون کاری نداریم، مردم تسلیم میشن همه رو میکشن جز یک تن، که اون یک تن بره برای بقیه گزارش بده. تو همون لشکر ابو علی حسن و حسین 17 18 ساله بودن، حسنتون که خانوم باز بوده، حسینتون که شرخر بوده، شرخر بود در برابر اتفاقا یک انسان روشن فکری چون یزید حرف مفت میزد، درود به شرف مهران زلجوشن. مهران زلجوشن به عنوان یک ایرانی رفت در لشکر اسلام، رفت تو بخش یزید و این کثافت که در 17 سالگی به ایران ما حمله کرده بود سر برید. ما افتخار میکنیم، ما ایرانیان افتخار میکنیم از عمر کثافت تا حسین کثافتتون رو ما ایرانیا کشتیم. دیدید سر به سر فرزندان کوروش بذارید همه چیزتون رو با سند نابود میکنید، نابود شده هست. اسلام در وهله اول اون نقض نداشتتون رو نابود کرده. کوروش جهلیست، حیا را خوردید، آبرو رو توف کردید، می شرفا. هرچی ما درگیر تجزیه طلب و درگیر دشمنان وجودی ایرانی، درگیر گلوبالیستاییم، اینها برای ما دم در آوردن، برای ما میگن اسلام، احترام بذار به اسلام. هیچ احترامی بر اون اسلام کثافتتون ندارم. دینی که اینقدر عقده از ایرانی‌ها داره در جنگ ایران و روم سوره نازل میکنه علیه ایران، در جنگ ایران و روم سوره نازل میکنه چون مسلمان ها ناراحتن که ایرانی ها رومی ها رو ببرن، بعد میان پیش محمد رو خدا ایرانی ها نبرن رومی. خب رومی ها که اون موقع هنوز مسیحیت رو قبول نکردن، دو طرف که به قول شما کافرن، حداقل ما زرتشت رو داشتیم. چرا شما مسلمان های عرب نگران بودید ایرانی ها رومی ها رو ببرن؟ سوره نازل میشه، سوره روم، برید آیه دومش رو بخونید. همین محمد شهوانی بیمار جنسی برمیگره تو اون سوره میگه به یاری خدا، به یاری اون الله کثافتمون چیز برنده میشه، روم برنده میشه. حالا اصلا روم برنده میشه که شد، این چه به درد امروز من میخوره شما سورش کردی؟ کل قرآنتون چی داره بدبختا؟ سوره های مکیتون جعلی است که در مورد
کمدی جهنم، آه کسی به اسلام فلان کنه میبریمش جهنم، میوه درخت چرکینی به نام زقوم رو بهش میدیم بخوره که میوه هاش از چرک و خداتونم روانیه. برید کمدی خدایانشون رو کمدی جهنمشون رو بخونید. به ایران هم سوگند، پا بذارید رو دم ما، پا بذارید رو دم فرزندان کوروش، حمله کنید به موازین تاریخی ما. به ایران هم سوگند، جنبشی در ایران راه میندازیم، جنبش قرآن سوزی راه میندازیم، جنبش پاره کردن قرآنی راه میندازیم که مثل سگ به خودتون بپیچید. دارم بهتون میگم هیچ کاری نداره، هر کی بره تو اتاقش یه ورق قرآن پاره کنه پخش میکنیم تو فضای مجازی. به ایران هم سوگند، توانایی اینو دارم، روزی حداقل 5 ویدیو از سرتاسر ایران، روزی 5 ویدیو منتشر بکنم که مردم در گوشه کنار این سرزمین قرآن پاره میکنن یا آتش میزنن. ببینم چجوری میخواید این بچه ها رو اون وقت بگیرید. پدری از اگه کاری با هاتون میکنین پاره کردن قرآن انقدر تو سطح جامعه عادی بشه، چند نفر رو میخواید بگیرید؟ 1 تن 2 تن 3 تن؟ بعد به دنیا میخواید چی بگید؟ شما که دم از اسلام میزنید میخواید بگید ایران بزرگترین کشور قرآن سوزه، مردمش بزرگترین اسلام ستیزهای دنیا؟ چند نفر الان شما تو زندان داری قرآن پاره کردن؟ نمیتونید اعدامشون کنید؟ یکیشون رو اعدام کنید دنیا میفهمه که آقا بزرگترین اسلام ستیزها در کشور خودتونن. کاری نکنید قرآن سوزی یه امر عادی بشه تو ایرانا. دارم الان بهتون هشدار میدم، به این روند ایران ستیزیتون بخواید ادامه بدید، من پوزش میخوام از دوستان سپاهی، دوستان اطلاعاتی، دوستان بسیجی، دوستانی که خردگرا هستن، فهمیدن ایران چیست، یه تعصبکی هم به این اسلام اهریمنی دارن، ولی اون بخش خر مذهبی امروز پا رو خطوط قرمز ما گذاشته. پا گذاشتن رو خطوط قرمز ما نابخشودنیست. ما فکر نکنیم مردم افغانستان هستیم فریب این اسلام رو خورده باشیم. ایرانی حواسه چه کاری باهاتون میکنیم، نه فقط ملیگرایان، کاری باهاتون میکنیم قرآن سوزی تو توده جامعه باشه. حریف ما نمیشید تو این زمینهای فرهنگی، شما فقط از نظر فیزیکی حریف ما هستید، چون بالاخره معلومه تمام قدرت نظامی دستتونه، گردناتون کلفته، فقط از نظر نظامی حریف ما هستی، در چارچوب گفتگو بحث و اینا حریف ما نیستی. ما داریم راه خودمون رو در راستای کشورمون میریم، مبارزه بزرگی رو داریم علیه گلوبالیست‌ها میکنیم، ولی اگر قرار باشه پا رو خطوط ما بذارید با منطق نابودتون میکنیم در چارچوب فرهنگی و عقیدتی. دارم بهتون میگم این قضیه رو میخوام جمعش کنم، امیدوارم که پیام روشن بوده باشه و بریم قسمت بعدی برنامه. درود بر کوروش، لعنت بر امامان تازی، لعنت بر محمدتون. به خدا اگر بهشت و جهنمی که وجود نداره، اگر وجود داشته باشه محمد به خاطر خیانت، من هی باید نگاه کنم ببینم که قطع نشین، به خدا اگر بهشت و جهنمی وجود داشته باشه محمد به خاطر خیانت به بشریت و ته اون جهنم بسوزه. هرچند بهشتتونم تعریفی نداره، بهشتتونم در حقیقت وقتی که آدم 24 ساعته با حوریا بخوابه دیگه فایده نداره. زنان مسلمون هم زیاد تعصب نداشته باشن ها، هر چقدر نماز و روزه بکنید اون دنیا قرار قلمان بشید. اوکی، نهایتا میخواید سرویس جنسی بدید به مردای مسلمون دیگه، پس زیاد تعصب به خودتون خرج ندید. بگذاریم، ببخشید من امشب، یعنی ببخشید که نه حقشونه، امشب پرنسیپ های برنامه خودمو ندارم، بار دیگر تکرار میکنم، عزیزان اگر دوست ندارن بشنون نگاه نکنن برنامه رو، اصلا اصراری ندارم مخاطب زیادی داشته باشم. ببین بخش بعدی، پس این از جعلی خوندن، خوبتون شو حواستون رو جمع کنید. یه بار دیگه ببینم شما جوجه بسیجی کوروش جعلی اینا بگی پدرتون رو در میارم با سند. و دوم حسنه، اتفاقی که از اینان افتاد خیلی فراتر از این حرف هاست که فکر کنید حکومت به خاطر تعصب اسلامی جلوش گرفته.
حقیقت به قول سهروردی لایه های مختلفی داره، به قول اشراق سهروردی. قضیه به این سادگی نیست. برنامه را حتما تا ته نگاه کنید، چون خیلی حرفای سنگینی هم شب دارم. مسائل به این سادگی نیست. برخی از دوستان نا که بینیشون رو میبینن. حقیقت اینه که جریان گلوبالیسم در دنیا میخواد دنیا رو آری از ناسیونالیسم بکنه. در اروپا موفق شده. یارانی که در اروپا زندگی میکنن میفهمن من چی میگم. در اروپا موفق شد اسلامو تونستن به کناری بزنن. درخش میگم اسلامو، ناسیونالیستو. سوتیای امشب من پوزش میخوام. تونستن ناسیونالیسمو به کناری بزنن و پدر ناسیونالیست توی اروپا رو در بیارن. موج گلوبالیسم که از طریق اصلاح طلب‌ها تزریق داره میشه به ایران و از طریق اپوزیسیون یا اپوزیسیونی که میبینید، اپوزیسیونی موسوم به سکولار دموکرات، بال دیگر اسلامگرایی سینا که حتی اسلامگرایی هم دیگه داره میره تو زیر مجموعه، رفته تو زیر مجموعه گلوبالیسم، ادیان ابراهیمی، اسلام، مسیحیت، یهودیت، بهاییت، که بهاییت هم خیلی خطرناکه، همه اینا در خدمت گلوبالیسم شدن و این موج داره به ایران میره و به شدت با ناسیونالیسم مشکل داره. میخواد ناسیونالیست رو نابود کنه. سال گذشته اون خروش میلیونی فرزندان کوروش باعث شد که گلوبالیست های جهانی که صهیونیسم جهانی هم در رأسشه، اینها چهار ستون بدنشون بلرزه. وقتی مراسم انجام شد، کار از کار گذشت، گلوبالیستا در ابتدا اومدن، یا در ابتدا در قدم اولشون تلاش کردن این جنبش ناسیونالیستی رو بهش حمله کنن با کدواژه‌هایی که در زیر مجموعه ارزش‌های غربی میان. مثلا در ارزش‌های غربی که اینا تعریف میکنن که خودشون هم قبول ندارن، برمیگردن میگن آقا شما فاشیستی فلان، هر کی باشون مثلا ضد این جریان غرب‌گرایی و گلوبالیستی باشه و در چارچوب ناسیونالیسم تعریف بشه، بهش سریع انگ فاشیست و اینجور چیزا میزنن. شما دیدید فوراً تا وقتی که فرزندان کوروش این کارو کردن، جریان گلوبالیستی از بخش‌های مختلف، یکیش هم همین استخبارات عربستان بود که اومد از طریق العربیه گفت آقا چرا اپوزیسیون ساکته؟ گلوبالیست‌ها اپوزیسیون بی‌شرف ما رو که 40 سال این ور دادن خوردن خوابیدن کار نمیکنن، بیشتر اینه که اسمشون اپوزیسیونه، من و همسرم کار میکنیم در سوئد، اینا کار نمیکنن که. اومدن به این اپوزیسیون 40 سال از چپش بگی تا راستش، از اون رضا دیبا بگیر تا مریم رجویش، به اینها پول دادن. در مورد مریم رجوی مثلا شما میدونید که زمانی که تو پاریس دستگیرش کردن، یک تیم مالیاتی از پاریس جمع شد که مسائل مالی اینا رو بخواد رو تا چارتا کنه. دستگاه امنیتی جلوشو گرفت، اصلا نه شما دیگه تا اینجا بیشتر نمیتونید جلو برید. تمامی این مثل موریزاده، مثل میبودی، تریاکی، تمامی این انسانهای ناچیز، انسانهای وطن فروش، همه اینها در چارچوب این گلوبالیستا هستن که زیر مجموعه اینا کار میکنن و اینها رو آوردن از طریق رسانه ها که شما می‌بینید. شما حداقل یک رسانه دوزاری فکستنی هم بخواید به مانند رسانه‌های لس آنجلسی بزنید، پول کارمند و هیچی هم ندید، حداقل باید 40,000 دلار در ماه بدید. 40,000 دلار پول کمی نیستش که عزیزان. اینها رو 40 سال دادن خوردن خوابیدن و اینها سال گذشته پس از موفقیت فرزندان کوروش آمدن و به عنوان پیاده نظام گلوبالیسته اومدن تو رسانه ها ریختن. از اون نوریزاده کثافت تریاکیش تا اون میبودی تا اون شریعت مداری تا این تجزیه طلبای ریز و درشت تا رسانه های دیگرشون به مانند بی بی سی نا و در رأسشون رضا دیبای وطن فروش، همشون یک صدا بیانیه دادن علیه فرزندان کوروش. خب این حمله گسترده از اپوزیسیون آغاز شد و ما تا اونجا که تونستیم با همین صدای محدودمون در برابرشون ایستادیم، باهاشون مبارزه کردیم. امسال جریان گلوبالیستی از یک راه دیگر اومد وارد شد. جریان گلوبالیستی من نام میارم، این نامو میارم نه که دقیقا خود این شخص، افرادی بمانند
صادق زیبا کلام ها، روشن فکران اصلاح طلب که در ایران هستن و یه عده دیگه از این روشن فکران اصلاح طلب که 24 ساعته تو بی بی سی و صدای آمریکا و اینا پلاس هستن و دارن حرف میزنن و کاملا تیریبون در اختیارشونه. با این بمباران رسانه‌ای اینها از طریق روشن فکران اصلاح طلب امسال رفتن رو بخش، رفتن رو مغز اون بخش خرمذهبی، آخوندهای خرمذهبی. بتونید مثلا بگم فکر نکنید آخوندهای خرمذهبی زیاد چیزی حالیشونه. مثلا ما سر همین داستان کردستان داد و بیداد کردیم، گفتیم اسرائیل دومه، جنتی بلند شد رفت توی مجلس که من نمیدونم چه خبره، اسرائیل دوم میگن اینا. امسال روشن فکران اصلاح طلب رفتن در کنار اینها نشستن پشت صحنه با اینا صحبت کردن، گفتن آقا هفتم آبان روزیه که کوروش یهودی ها رو آزاد کرد، این برنامه صهیونیسمه. بخش خرمذهبی رو خر کردن، اطلاعات دقیق چون دارم. هر چقدر بخش خردگرا و آریایی در وزارت اطلاعات، حتی بیشتر وزارت اطلاعات چون نیروهای مسلح زیاد نمیتونستن کاری کنن، هر چقدر تلاش کردن که جلوی این داستانه بگیرن زورشون نرسید، چون تعداد خب کمتره نسبت به این خرمذهبی ها. و اینها با این روش که آقا هفتم آبا فلانه، بخش خرمذهبی رو ریختن جلو که اینها امسال بگن آره این بحث یهودیه اینا، و بدین شکل جلوشو بگیرن. و با این کاری که این احمق ها کردن، امسال اگه اینا مثلا جلو ما رو نمیگرفتن، میتونستن نسخه رضا دیبا رو و خیلی از این اپوزیسیون دوزاری، چون بچهای ما دیدید دیگه دیشب تولا هر چی ویدیو اومد از سمت ما بود، از سمت ما و یاران ما بود، و این همه پخش شد، این همه ما ویدیو رو و آماده بودیم امسال هماهنگی زیادی کرده بودیم یاران ما داخل برن و اونجا شعارهایی رو علیه این اپوزیسیون و دشمنان وجودی ایران سر بدن. دقیقاً گلوبالیست‌ها اپوزیسیون ایران رو نجات دادن، به ویژه رضا دیبا رو نجات دادن، چون رضا دیبا پارسال نامش فریاد زده شد و بعد علیه فرزندان کوروش بیانیه داد. امسال ما می‌خواستیم در اونجا علیه رضا دیبا شعار بدیم و گلوبالیست‌ها با این زرنگی که کردن توانستن جلوی این حرکت رو بگیرن. من از دوستان فیسبوک پوزش میخوام، فقط هر چند وقت یه بار یه دونه بنویسن که برنامه اوکی، همه چیز رو دارن میبینن یا نه، و بدین تحریر جلوی این داستان گلوبالیست گرفتن. یعنی شما فکر نکنید که فقط شما امروز ضربه رو از بخش خرمذهبی حکومت خوردید، ضربه اصلی و قشنگ داری میگردونه همین جریان غربگرایی است. و خیلی برام جالبه، امشب بی بی سی مثلا تمام قد داشت از ما دفاع میکرد، دقیقا سیاوش اردلان، حالا من اینا رو بعدا تو برنامه های گوناگون نشونتون میدم، برنامه های گوناگون سال گذشته سیاوش اردلان در بی بی سی برنامه میسازه، یک گزارش 2-3 دقیقه‌ای میده و کاملا علیه فرزندان کوروش گزارش میده. امسال گزارشی میده کاملا درست، یعنی گزارشش، یا امشب برنامه های بی بی سی رو دیدم. حالا انسان میان چیکار میکنن؟ آقا چرا جلوشونه گرفتن؟ حقوق بشره، یعنی انقدر اینا قشنگ بلدن بازی کنن، امتیاز هم میگیرن که اطمینان ملیگره ها رو جلب کنن. دیدید آقا جلوتونه گرفتن، من بی بی سی اومدم ازت حمایت کردم، در حالی که خود هم اینا اون بخش خرمذهبی رو بیدار کردن که جلو این کار رو بگیره، خرش کردن، گفتن که آقا این بحث مثلا صهیونیسم اینا، در حالی که حکومت رسماً توی میدان صهیونیسم‌های جهانی بازی کرد. کی الان خوشحال میشه که کوروش بزرگ برگزار نشه؟ پارسال کی ناراحت شد از روز کوروش؟ برید نگاه کنید، سایت العربیه ناراحت شد، پارسال بی بی سی ناراحت شد، پارسال دیگران همه دیدید، اپوزیسیون سکولار دموکرات ناراحت شد. حکومت اگر امسال برگزار میکرد برد کرده بود، اگه میزش برگزار بشه بچه ها الان شعار سیاسی علیه حکومت بدن، برد میکرد. ولی با این خیانتی که انجام شد، حکومت قشنگ تمام امتیاز هفتم آبان رو ریخت تو قلک اپوزیسیون ضد ایرانی و جریانات سکولار دموکرات. و من میگم امشب سیاه پوشیدم به خاطر اینه که جریان ایرانگرایی چقدر تنهاست، واقعا آدم دلش کباب میشه که این جریان به این شکل خیلی ناراحت کننده تنهاست. نمیدونم واقعا چی بگم، واقعا نمیدونم چی بگم.
بانو کتی ببخشید، اگر برنامه رو میبینید تو فیسبوک بس توی خصوصی هی برای من بزنید که برنامه خوبه یا نه، یعنی صدا و تصویر، چون من اینجا همه چیزم فریز شده نمیتونم ببینم. بانو کتی یا یکی دیگه از دوستان که داره نگاه میکنه حتما به من یه خبری بده که برنامه اوکی هست تو فیسبوک یا نه. میبینم که تعداد زیادی تو این 40 دقیقه که اومدیم برنامه رو دیدم، بیش از 10,000 تا فکر کنم، بذارید دقیقا میخوام بهتون بگم. این همکاری شما عزیزانه که با اشتراک گذاری و اینا وقتی پخش میگه آه اوکی یکی دیگه یاران فرست، بس عزیز الان خودت فرستدی که به من خبر بده هر 5 دقیقه یه بار اوکی یا نه که من شما رو نگاه میکنم. 13,000 خورده برنامه رو تا این لحظه تو فیسبوک دارم تماشا میکنم. سپاسگزارم مهیار جان، سپاسگزارم. اوکی هر 5 دقیقه یه بار یه خبری بدید. و این قضیه پس گلبت فکر نکنیم ما ضربه رو فقط از بخش اسلامی خوردیم. مسئله دیگه ای که میخواستم بهش بپردازم، چون مسئله زیاده، خیانت اپوزیسیون بود و تنها گذاشتن فرزندان کوروش در چنین روزی. عقل خیلی چیز خوبیه، خرد خیلی چیز خوبیه. یکی از دلایلی که امید دانا رو 24 ساعت فوش میدن، کسانی که وجدان دارن در 48 ساعت گذشته شاید دلیلش رو فهمیده باشن. در 48 ساعت گذشته تنها کسی که این سطح پوشش خبری رو برای 7 آبان داشت و یاران داخل ایران با او در تماس بودن فقط شخص من بود. و این اپوزیسیون وطن فروش که از یک معقولهی به نام جنبش کوروش بزرگ میخواد سوء استفاده کنه برای اهداف خنددار و سطحی براندازی و اپوزیسیونی خودش، و همین، یعنی فکر نکنه اینا کوروش دوست داره، اینا فقط هر جمعیتی جنبش، حالا جمعیت میخواد مال مالباخته ها باشه، جمعیت دانشجویی باشه، جمعیت کوروش باشه، هر جمعیتی جنبشه این اپوزیسیون دوزاری میخواد ازش سوء استفاده کنه. در حالی که من اینجا یه پرانتز باز کنم، جنبش کوروش بزرگ مهمترین جنبش 1400 سال گذشته و حتی تاریخ ایرانه. جنبشی فراتر از جنبش خرمدینان، جنبش کوروش بزرگ جنبش کوچکی نیست. عزیزانی که در این جنبش قرار گرفتن خود چت ننانن در چه زمان تاریخی و در چه جنبش تاریخی قرار گرفتن. جنبش کوروش بزرگ فقط قرار نیست ایران رو نجات بده، چون دنیا ناسیونالیست نابود کرده و داره میکنه. آخرین امید برای احیای ناسیونالیست و برای احیای حتی جهان هستی، چون جهان هستی توسط گلوبالیست ها داره نابود میشه، که برنامه میسازن به زودی که گلوبالیست ها با چه برنامه ریزی گستردهی همه چی رو میخوان در دست بگیرن، حتی دستشویی رفتن شما رو برنامه ریزی دارن میکنن که یواش یواش تو همین اروپا شما در فضای آزاد جلوی چشم همه بتونی بری تو دستشویی. یعنی این که دیگه هیچ حریم خصوصی نباشه، یک چهار دیواری نباشه بری تو دستشویی. عکساش هست و برنامه هاش هست، الان برنامه ریزی میکنن. گلوبالیست همه چی رو داره در جهان عوض میکنه، زشتی و زیبایی رو جابجا داره میکنه. قبلا شما عمل میکردی بینید خوشگل بشه، گونه میذاشتی، الان عملهایی که خیلی هم طبقا خرج داره و خیلی هم داره استقبال میشه، عملهایی هستش که شما شاخ بذاری، گونه رو یه جوری بذاری وحشتناک بشی. زشتی رو داره تبلیغ میکنه گلوبالیست. آره آره، به قول همتا که اون دفعه تبلیغ داشت میکرد، زنه رفته کلی خرج کرده که یه سینه دیگه داشت، 3 سینه داشت. یعنی برنامه ریزی عزیزان بسیار گسترده گلوبالیست غربی داره انجام میده برای نابودی خانواده ها، برای که دیگه خانواده نمیخوان داشته باشن. گلوبالیست برنامه داره که از انسان به عنوان مرغداری استفاده کنه. شما تو مرغداری دیگه مرغ و خروس و بچه اینا همه مرغن دیگه، همه چیزن، همه اونجا یک جور زندگی میکنن. جلو هم حیوانای مرغداری، جلو مرغا، جلو هم دیگه دستشویی میکنن، با هم دونه میخورن، همه هیچ چیزی ندارن، چارچوب خصوصی ندارن، چون اصلا شعور ندارن که بخوان بفهمن چارچوب خصوصی. حیوانات شعور این قضایا رو ندارن. دقیقاً گلوبالیست میخواد ما رو به سمت این حیوانیت ببره. میگم کاری کردن که یواش یواش دارن تبلیغ میکنن دستشویی عمومی، دستشویی وسط خیابون بزنن
مثل شما چجوری مثلا تو ایستگاه مترو، مثلا تو ایستگاه اتوبوس میشینی، حالا بشینی تو کاسه توالت، کاسه توالت خالی رو میخوان بزنن توی میدانهای شهر. خیلی تعجب میکنید نه؟ منتظر سلسله برنامه‌های گلوبالیستی من باشید که این پدیده شومو که بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا اومده براتون با ریز جزئیات بعدن بگم. بنابراین گلوبالیست ها بخش میخواستم توی چارچوب صحبتم باشم، خیانت اپوزیسیون رو میخواستم بگم. پس این قضیه هستش. در مورد برگردم به صحبتم خیانت و تنها گذاشت، شما دیدید که پس اینایی که میخوان سوء استفاده کنن از این تنها داشتم اینو میگفتم که جنبش کوروش بزرگ تنها جنبشی است، احیای ناسیونالیست در ایران تنها جنبشی است که در برابر این نابودی کره زمین، در برابر نابودی انسانیت، در برابر نابودی خانواده ها میتونه بیسته. یعنی جنبش ناسیونالیستی ایرانی و بنیادگرای ایران فقط به درد ایران نمیخوره. تمام ناسیونالیست ها، تمام انسان هایی با خانواده کره زمین، چشم و امیدشون به ایرانه. اون بخشی که مطالعه میکنه و در حد دانشگاهی و آکادمیک داره کار میکنه، یکیش از این عزیزمون پروفسور جیسون جورجانی است که خیلی واقعا آگاه، دوستانش رو من دیدم صحبت کردم، این بخش کاملا میدونه اگر میخواد انسانیت نابود نشه و دنیا تبدیل به یک مرغداری برای تعدادی معدودی نشه و ما مرغهای مرغداری نشیم، فقط بنیادگر ایرانی میتونه اونو نجات بده. پس این جنبش خیلی جنبش بزرگی است، به مراتب مهمتر از خرمدینان، به مراتب مهمتر از تمام جنبش هایی که شما تا الان به گوشتون رسیده عزیزان. و این جنبش بدین بزرگی رو باید حواسمون باشه منحرف نشه توسط مشتی سکولار دموکرات لیبرال پس مونده خورد که اومدن تو غرب، هیچ از خود ندارن، هیچ از تاریخ خود نمیدانن، پس مونده خور غربی ها شدن، غربی هایی که خودشون توسط گلوبالیست نابود شدن از نظر فرهنگی. دقیقا ایران رو میخوان سوئد کنن. الان میگم سوئد خیلی خوشحال میشن، آخ خیلی خوبه دیگه، از نظر فرهنگی نابود شده است، از نظر فرهنگی سوئد وجود نداره. سوئد از نظر کشوری نه هستش، ولی از نظر واقعا فرهنگی وجود نداره. شما برو تو مترو سوئد بشین دیگه سوئدی نمیبینی، تموم شد، فرهنگ سوئدی نمیبینی. و این پسمونده خورهای سکولار دموکرات اپوزیسیونی که دو زرم سواد ندارن، وقتی من براشون صحبت میکنم اینا همجوری منگن، آقا این چی میگه، سطحشون پایینه. اینها میخوان بیان از هر تجمعی در ایران سوء استفاده کنن، حالا از تجمعات دانشجویی و مال باخته ها اینا برن سوء استفاده کنن، کارشونو بکنن. ولی جنبش فرزندان کوروش جنبشی نیست که فقط بخواد، مثلا جنبشی نیست برای مبارزه با جمهوری اسلامی، خنده داره. این جنبش خیلی بزرگتر از این حرف هاست. این جنبشی است که اگر به نتیجه برسه در 100 سال آینده نجات دهنده هستی توسط گلوبالیست هاست. بگذاریم، میفهمم شاید بعضی از عزیزان نگیرن. و ما دیدیم این عده اپوزیسیون خائن ما، نام میارم، توهین هم میکنم بهشون، اصلا ناراحت نمیشم از این قضیه. از جمله یه عده انسان های دوزاری پناهجوی درب داغون اومدن دور هم جمع شدن، یکی دوتا دیگه شون هم حالا پناهجو نبودن، ستاد هفتم آبان زدن. اون دراز بیخاصیت خسرو صمدی، آی ما ستاد هفتم آبانیم، شما غلط میکنی آقای صمدی که ستاد هفتم آبانی، امروز کجا بودی پس؟ آقای ستاد، یعنی شما که ستاد هستید حتی یک ویدیو اختصاصی نباید منتشر میکردید، حتی یکی. تا ساعت 12 ظهر اروپا که میشد، 2:30 بعد از ظهر ایران که تقریبا دیگه قضایا تموم شد، چون جنبش کوروش امروز تا ساعت اوجش دیگه ساعت 11 ظهر تا 12 ظهر در ایران بود، ساعت 2:30 دیگه جنبش خوابید. آقایون ساعت 12 ظهر اروپا که میشد 2:30 بعد از ظهر، تازه از خواب شیرینشون در اومدن. یک شنبه روز تعطیل اروپا است. آقای خسرو صمدی کجا بودی؟ همین الان بذارم تو فیسبوک که ببینم. مثلا حتی اینا نه تنها فیلم اختصاصی پخش نکنن چون کسی رو نداشتن برای خودشون ستاد زده بودن، غلط هم میکنن ستاد بزنن وقتی کسی که کسی رو نداره،
حرف مفت زنن، حداقل بخش ویدیویی که منتشر شد پخش میکردی. کجا بودی؟ همتون خواب بودی؟ همتون گردش بودی؟ آقای صمدی، حضرات دیگه، ستاد هفتم آبان، خودتون رو مسخره کردید، اومدید جلوی دوربین نشون دادید که برید اقامتاتون رو بگیری. جنبش هفتم آبان مگه مسخره شما هاست؟ شما ببخشید به خاطر گرفتن اقامتتون یا بچه بازیاتون دارید با جنبشی بازی میکنید که قرار سرنوشت نه تنها ایران بلکه سرنوشت هستی رو مشخص کنه. و دیدید دیشب تا حالا دیگه عزیزان اگه انصاف داشته باشن دیدن چه کسی تمام اخبار رو پشت سر هم داد؟ چون فرزندان کوروش، ما از جنس فرزندان کوروشیم، با ما در تماسن. فقط هم بحث تماس نیست، ما احساس وظیفه میکردیم. من در 48 ساعت گذشته 5 ساعت خواب بودم. ما بقیشون کجا؟ ریز و درشت این تلویزیون ها، این عزیزانی که دم از کوروش بزرگ میزنن، انواع و اقسام جنبش و نام و فلان و سازمان و حزب و بابا برید جمعش کنید. تمام این حزب و سازمان و گروه و جلسه و فلان و من دکترم، من مهندسم، ناخون کوچیکه منم نمیشید شماها. چی میگید شما؟ کجایید شماها؟ ولی موقع پوز دادن که بخواد بشه همشون کوروشی هن. یه عکس با کوروش بزرگ ندارن ها تو آرامگاه رفته باشن. پسرک حامی رضا دیوا نام خودشو گذاشته مبارز نستو. به ایران هم سایین تو دستمالکش نستویی. بچه شیراز مثلا، به عنوان بچه شیراز که آقا اومد فلانو ما هفتم آبان فلان کنیم، ال کنیم، غلط میکنیم. تو بچه شیرازی تازه یکی دو سال از ایران اومدی بیرون، یه عکس نشون بده که تو جنبش هفتم آبان بوده باشی. رفته یه عکس منتشر کرده، آره این مال هفتم آبان چند سال پیش، جلومونو گرفتم رفتم بخش دیگری از قفارگال عکس گرفتم. مردک هر سری که حکومت جلوی فرزندان کوروش گرفت که نرن هفتم آبان، اصلا تو محوطه پاسارگاد، اصلا تو جاده پاسارگاد کسی نتونست بره که عکس بگیره. تو حتی بچه شیرازی یه بار نرفتی هفتم آبان، حالا اومدی تو آنکارا برای من کوروش شناس شدی؟ رضا دیبا پرست چه ربطی به کوروش داره؟ و چون تو بچه شیرازی میدونی که پاسارگاد بیابان است و رفتن به آنجا چقدر سخت، برای همین هیچ وقت به خود زحمت ندادی بلندشی بری هفتم آبان. حالا اومدی تو آنکارا برای من سخنگوی جنبش شدی. خب حالا باش، کجا بودی امروز؟ موقع پوز دادن بودی که بری تو بی بی سی؟ تازه بی بی سی هم بگه پرچم شیر خورشید پشت سرت میذاری؟ یا الان توی اینستاگرام قطع شدیم الان برمیگردیم؟ شانس میاره این پسر، هر سری بهش میرسیم قطع میشه. مهیار جان همه چی اوکیه دیگه؟ نوید عزیز، مهیار جان، یاران، پیام خصوصی، آره اوکی، یه خبر به من بدید یاران بیان تو اینستاگرام شروع میکنیم. جایی نره، صحبت ها مهمه. عصبی هم دیگه به خودتون چیز کنید دیگه، ببخشید به خاطر اینکه یه سری چیزا یادم میره. فیسبوک من امشب قاطی پاتی شده. حالا خدا کنه تمام این صحبتی که میکنیم چیز بشه، سیف بشه که تلاشمون از بین نره. خب پیام خصوصی بده، من پیام ها رو توی فیسبوک نمیتونم توی خود چیز بخونم، بعدم میخونم. عزیزانی که دارم میبینن یکیشون پیام خصوصی بده به من که اوکی هست یا نه. حالا بگذاریم. و خب یاران اومدن تو اینستاگرام، بله رفته تو بی بی سی پرچم شیر خورشید، چون بی بی سی اجازه نمیده. قشنگ یه جا نشسته که آرم شیر خورشید، یعنی بهش گفتن دیده نشه، به خاطر که برن تو بی بی سی حرف بزنن حاضرن جوری بشینن که شیر خورشید دیده نشه. من میخوام بگم جنبش، جنبش بزرگی، حق نداره کسی ازش استفاده شخصی بکنه. شرم‌آوره به خدا. بچه شیراز باشی یه بار هفتم آبان نرفته باشی؟ تو که شماها به خاطر که بیاد اینور اقامت بگیرید که انقدر عکس و سند برای خودتون جور کردید که بیاد اینجا اقامت بگیرید، ولی با این وجود حتی یه عکس ما ازت ندیدیم برای هفتم آبان. میشه تو عکس داشته باشی رفته باشی، انقدر آدم مثلا توداری باشی پخش نکرده باشی؟ شرم‌آوره. سپاس مهیار جان. و اوکی خب
بریم بخش بعدی. آها من این می‌خواستم بگم. بس دیشب تا حالا همشون شما دیدید که، و عزیزانی که وجدان دارن از این به بعد اگه یه جا فحش میدن برن بهش میگن آقا مردک اصلا امیدو ولش کن، امید اصلا آدم بدیه. تو اگر آدم خوبی هستی کجا بودی امروز هفتم آبان؟ و یک بخش دیگه ای دارم، خیانتی که امروز گلوبالیستا کردن و آخوندها پیاده نظامشون شدن و مکمل جریان صهیونیسم جهانی شدن بر علیه ناسیونالیسم ایرانی، در حقیقت خیانت به نیروهای مسلح هم بود. یعنی اومدن با یک روشی، شما دیدی مخصوصا اومدن عکس حجاجین اونجا بزرگ کردن. خب بابا هر آدمی که یه ذره عقل داشته باشه میدونه الان مردم میخوان بیان آرامگاه کوروش، من اگه عکس حجاجی رو بزنم به مردم دارم چی میگم؟ آقا تو که میخوای بری آرامگاه کوروش، ما به خاطر حجاجی نمیذاریم تو بری. تو میخوای بری آرامگاه کوروش، ما مثلا سپاه اونجا آوردیم، بسیج آوردیم، نیروی نظامی رو آوردیم و این نیروی نظامی نمیذاره تو بری. و طبیعتا چه اتفاقی میفته؟ مردم هم فوش خار و مادر رو برمیگردن میدن به کی؟ به حجاجی. پس کسی که نقشه میکشه با یک تیر چند تا نشون زد که آقا فرزندان کوروش نرن و نیروهای مسلح هم خراب کنن. وقتی که شما میبینی بچهای 17-18 ساله فیلماشو گذاشتن و داره میاد حالا به دستم بره میرسه، از طریق کوه میخوان برن به پاسارگاد، نیروی نظامی کشور دنبال این بچه ها میفته تو چی؟ توی کوه. گرگم به هوا بازی میکنه با این بچه ها در حقیقت. و این بچه ها هم هی داشتن میدویدن، حالا فیلماش هست پخش میکنیم، هی اینجوری اینا رو مسخره میکنن، هی هی بهشون میکنن. من نیروی نظامی اینجوری داره میدوه تو کوه، نیروی نظامی که باید تداعی کننده چی باشه؟ اقتدار مملکت. حالا نیروی نظامی که ما همش صحبت از اقتدار میکنیم و واقعا این نیروی نظامی ما اقتدار داره و در سوریه بزرگترین کشورهای جهان هستی به مانند آمریکا رو به زانو در آورده، شما میبینید در کوه گرگم به هوا با فرزندان کوروش میکنه، میتونه دنبال اینا که این بچه ها رو بگیره. آیا کسانی که این نقشه رو کشیدن دشمنان وجودی ایران نبودن که نیروی نظامی ایران رو خار و ذلیل نشون بدن که تو دنبال کوه دنبال فرزندان کوروش باشن؟ آیا نیروی نظامی کشورمون که بزرگترین قدرت ها رو در سوریه به خاک نشانده، تمام محاسبات یمن را برهم زده و امروز تا نیجریه داره حرکت میکنه و حزب الله نیجریه رو را میندازه، با این کاری که امروز انجام دادن، آه هلیکوپتر بیا، آه این همه گردان پیاده کن برای یک تعداد از مردم ایران که هیچ سلاحی ندارن، آیا خیانت به نیروهای نظامی نیست؟ عزیزم یه خورده باهوش باشید، مسائل یک بعدی نیست شما یه زاویه رو ببینی نظر بدی. قربونت برم، این به صورت مستقیم نیست، این از همه طرف باید نگاه کنی، از هر زاویه ای باید نگاش کنی. مسائل سیاسی لایه های مختلف داره و در کنار لایه های مختلفی که داره زوایای دید مختلفی داره. یعنی با یک چیز چندین نشون زدن، نیروی نظامی ما رو امروز خوار و ذلیل کردن که نیروی نظامی کشور از چشم مردم بیفته، چون نیروی نظامی نباید ایران داشته باشه. ایران باید به مانند 200 سال پیش یک نیروی نظامی ضعیفی داشته باشه که تن بده به عهدنامه ترکمنچای و گلستان. اگر نیروی زمینی قوی داشته باشه شاید با خیانت به برجام تن بده، ولی حواسش هست به برجام موشکی دیگه تن نده، وای میسته. شاید با مکر و فریب برجام رو امضا کنن و نیروی نظامی رو بتونن اونجا فریب بدن، یا مثلا نذارن یه ده نیروهای خودشون مثل این اصلاح طلب ها اون ننگ نامه رو امضا کنن. ولی این از بابت فریبه که برجام امضا میشه، نه از بابت مسئله قدرتی. ولی شما در مسئله چالدوران یا در مسئله حمله روسیه به ایران که قرارداد ترکمنچای در قفقاز امضا میشه، ما به خاطر ضعف ارتش مجبور میشیم که امضا کنیم. اینکه ارتشمون، ارتشیامون همیشه با غیرت بودن، نیروی نظامی ایران همیشه با غیرت بوده، حتی نیروی ارتش قاجار هم با غیرت بوده. مگه با غیرت نبود که از دل
ارتش قاجار که رضا شاه بیرون نمی اومد، رضا شاه از دل ارتش قاجار بیرون میاد، ولی چون بس غیرت نیست ضعیف بوده ارتش قاجار و پادشاهان نالایقی داشتیم در زمان قاجارها، تن میدیم به گلستان و ترکمنچای و بعد قرارداد آخال. و امروز اینا میخوان نیروی نظامی ایران چون قویه، حالا هر کی بگه ضعیفه واسه خودش میگه، اگه این نیروی زمین نیروی نظامی ما ضعیف بود که تو یمن و سوریه و عراق این چنین خروش نمیکرد، این چنین اسب خود را نمیراند. همه آقای پادشاه عربستان اون پسری که الان ولیعهدشونه جوونه پرمیگری که گفت آقا ما دو ماهه دو هفته گفت دو هفته یمن حوثی‌ها رو کارشون رو تموم میکنیم، چنان پدرشون رو همین نیروهای نظامیمون در آوردن که سه ساله تو باطلاق یمن گیر کردن علیه یک مش حوثی، نتونستن جلوشون وایسن. این نیروی نظامی قوی است، ولی حالا شما باید این نیروی نظامی رو ضعیف نشون بدی، باید نشون بدی آقا این نیروی نظامی انقدر از مردم میترسه، هلیکوپتر میاره، تانک میاره، اونجا اینقدر جمع میشن. و حالا نه تنها باید ضعیف نشون بدی، دلغک هم باید نشون بدی. چجوری دلغک نشونش بدی؟ آقا مردم تو کوره ها میفتن، اینا هم دادن جلوی ماشین مردم میگیرن، مردم عصبی هن، خانوم دقیق جواب زنها رو اینا زیاد نمیتونم رن، زنه دوتا فوش به اینا بده بگه خجالت بکشین، توف کنن تو صورتشون، تحقیر بشن این نیروهای نظامی. دقیقا گلوبالیستایی که امروز برنامه رو چیدن میدونستن دارن چیکار میکنن، و از خلیت و از اون سوراخ همیشگی ما، سوراخ اسلامگرایی، یک مش آخوند پاپتی مفلوک بدبخت، یک مش آخوند محمد پرست خاک بر سرشون که اون محمد هم درست نمیشناسن بعضی از اینا، از اون طریق اومدن پس نیروهای مسلح هم خراب کردن. اینم یه نکته دیگه بود. و یه در کنار این من یه صحبتی واقعا روشن با یاران خودمون دارم. من واقعا فکر میکنم این همه برنامه ساختم، فکر میکنم تنها کسی هم که اینقدر ساده حرف میزنم مسائل رو با یک بررسی ژرف و از همه زوایا و ساده، این خیلی هنره که شما مسائل پیچیده رو ساده بگید. ببینید عزیزان، شما بارها مثلا دیدید تو روزنامه مجله از این بازیایی که مثلا راه داره، شما برای از یه جا خودکارتو بکشی راهو بتونی پیدا کنی و خروج بشه، از یه جا ورود داره از یه جا خروج، و شما با خودکار میکشید که بتونید برید. اولش که این نقشه راه پیچو میبینید انقدر گیج کننده است، نمیتونی پیدا کنی، ولی وقتی که دیگه دقت کنی و این مسیر رو بکشی با خودکار و با خودکار این مسیر از ورود تا خروج بدی، دیگه راحت دیدن این دیگه مسیر دیگه قشنگ می‌بینی اون مشخصه، دیگه چیز پیچیده ای نیست. عزیزم، من و یاران نزدیکم بر اساس سالها مطالعه و کار کردن و تجربه عملی، نمانند همین امروز که ما همش با فرزندان کوروش خیابون به خیابون بودیم، از طریق اسکایپ، از طریق تلفن، خیابون به خیابون باهاشون داشتیم حرف می‌زدیم. با تجربه آدم پیدا می‌کنه، این اپوزیسیون درد و داغون که همه خواب بودن تو ساعت 4 صبح اروپا، یارانی که تو ایران بودن میدونن، من دیشب تا ساعت 1 نصف شب باهاشون بودم، یک خوابیدم تا 4 صبح، 4 صبح بیدار شدم براشون پیام دادم. خب حالا مهم نیست کسی قبل، مهم یاران ما در ایران هستن که میدونن من دیشب فقط 3 ساعت خوابیدم. خب اینا تجربه میشه، اگر من تجربه اینو پیدا کردم و راه و مسیر رو پیدا کردم و اینقدر ساده میگم، یا شما میدونید خب دمتون گرم بیاید ما هم راهنمایی کنید، یا نمیدونید دیگه عزیزم، اگر میدونید که از صبح تا الان اینقدر ویدیو جعلی برای من فرستادید و این راسته یا نه، بابا اصلا هیچکی به آرامگاه نرفته هی برای من ویدیوهای سال گذشته. شما حتی بعضیاتون قربون ببخشید من واقعا امشب اینجوری صحبت میکنم، تو رو خدا دوستانی که با من نزدیکن امشب ببخشن، ولی واقعا یه جایی حرص هم در میاد. آخه دوست عزیزم هی ویدیو سال گذشته رو برای من، یکیتون نه دوتاتون نه ستاتون نه، بیش از 100 نفرتون برای من ویدیو سال گذشته رو میفرستی، یه نه هوش نداری که این ویدیو مال سال گذشته است، بعد تو میخوای در مورد مسائل منطقه به من بگی چیکار کن چیکار نکن، عزیزم به این فشار میاد، ناراحت میشم واقعا، واقعا درد دیگه. من واقعا این همه برنامه ساختم، ولی معذرت میخوام، تو رو خدا ببخشید، ولی در گوش بعضی ها مثل که یاسین خوندم، ببخشید واقعا اصلا تو شرایط روحی خوبی ندارم،
ولی واقعا مثل اینکه در بعضی گوشه بعضی یاس میخوندم با وقاحت. برخی از یاران نزدیک حتی امید دیدی جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ دیدی قاسم سلیمانی هم پشتمون خالی کرد؟ حرفای کودکانه. قاسم سلیمانی چه ربطی به ایران داره؟ مسئله داخلی داره. قاسم سلیمانی سپاه قدسه و برون مرزه. بعد ببخشید مگه ما گفتیم حکومت دیدی حکومت اسلامشو نیست؟ من یه چیزی رو دیدم عزیزان امروز. من دیدم که حرفام اینقدر درسته چون من خیلی وقت در خیلی از شماها ناامید شدم. امروز دیدم شماهایی که خیلی ادعا میکنی تو حساس ترین لحظات ممکن پشت فرزندان کوروش نبودید. امروز من اینو دیدم شماهایی که من گفتید که دیدی حکومت اصلاح نشدنیه، دیدی شما علکی از سپاه اینا دفاع میکنی، دیدم همین تویی که داری برای من اینو مینویسی. رفتم رو فیسبوک هاتون، بیشتریاتون که اینجور اعتراضات کرده بودی و اینجور پیشنهادات یا به من گفتی چیکار کن چیکار نکن، حتی ویدیو فرزندان کوروش رو به اشتراک نذاشتید. هم بیشتریاتون حتی عکساتونم روی پروفایلتون نیست. دیدم که شما که دم از ایران میزنید تو حرف زدن و کامنت، سالهاست داری در اروپا زندگی میکنی، عکس خودتو نذاشتی. بعد به من ببخشید تو رو خدا، به همه توهین نشه، به اون بخشی که از این پیشنهادات به من دادن. به خدا لحظه توهین نیست، درده. انقدر دوستتون دارم میخوام باهاتون درد دل کنم. من اینا رو دیدم. من یک بار دیگه به این ثابت شد کسانی که این برای آب هارتو پورت میکنن، ستاد را میندازن، بچه های مردم رو میخوان بریزن تو خیابون، بعد بهشون میگن این شعاره بده اون شعاره بده، انقدر کثافتن که روز یک شنبه شون رو تو اروپا خوابیدن ساعت 12. همین الانش دیدم خسرو صمدی هنوز پست یه ویدیو از این بچه ها به اشتراک نذاشته. دیدم ستاد هفتم آبانی و دیگرها هنوز هیچ پستی نداشتن. دیدم همین آقای مبارز نسلو، دستمال کش نسلو، که تا زمانی که تو شیراز بود خودش نرفت هفتم آبانو، ولی امشب بلند شده که فکل کراوات کرده داره برای خودش میره مصاحبه، یک ویدیو از این بچه ها به اشتراک نذاشته. اینو دیدم امشب، اینا رو دیدم. دیدم چقدر تنهاست جریان ملی، چقدر فرزندان کوروش تنها. فرض بگیرید که منم امشب میخوابیدم مثل شماها، این حجم اطلاعات در مورد هفتم آبان، این پوشش خبری تو اون ساعت، از الان به بعد دیگه مهم نیستش کی چی بذاره کی چی نذاره. تو حساس‌ترین ساعت‌های ممکن که باید خبررسانی میشد عزیزان نبودن. ولی بعد میگن امید دیدی دیدی سپاه اونجا بود فلان بود. عزیزم من خیلی چیزها رو سال هاست دیدم، برای همین روش هم این گونه است. من خیلی هیچ کس اندازه من نه تندروتر نه رادیکالتر، منتها قضایی ها رو از یک زاویه نمیبینم، منتها سوریه رو هم دارم میبینم، منتها بیغیرتی شما ها رو هم دارم میبینم. قبلا هم صحبت کردم، بیغیرتی کسایی که دم از ایران میزنن در خارج نشستن، بعضیشون هم در داخلن رو دارم میبینم. بی غیرتی خیلی ها رو دیدم که گفتم آقا این کشور بالاخره باید یه جورایی حفظ بشه دیگه. برای همین تا جایی که بتونم تلاش میکنم جریان نظامی ایران رو به راه بیارم. حالا اگر شما میگید این کار فایده نداره، حق غلطی که دلت میخواد برو بکن، ولی با من دیگه کار نداشته باش. برو مثل بقیه به من فوش بده. امروز کثافتایی رو دیدم که رفتم رو فیسبوکشون، دیدم امروز هم به من فوش دادن و هیچ پستی در مورد هفتم آبان نذاشتن. مشکلتون منم، انقدر باشم تو جونتون در بیاد. امروز اینا رو دیدم. امروز خیلی از پیجای حامی رضا دیبا رو دیدم که هیچی، یا غیر حامی رضا دیبا دیدم دو سه تا از این. امروز کیومرث کیانی رو عزیز رو دیدم، تا همین سوال همین آقای کیومرث کیانی که اینقدر زرتاش زرتاش میکنه، که غلط میکنی تو زرتاش زرتاش میکنی ولی در میدان عمل هیچ جنیسی. امروز دیدم حتی تا این لحظه که میخواستم برنامه بیام یک پست نذاشته در مورد کوروش بزرگ. امروز هیچ پستی نذاشته، برید فیسبوکشو ببینید. ولی میشینه با یه سری آیدی تقلبی دیگه که اون آیدی تقلبی هم امروز فقط علیه من پست گذاشته. آقا گور بابای امید دانا روز کوروش شما نیست؟ فرزندان کوروش تو بیابونن، اون وقت شما آشغالا علیه من پست میذارید؟ اینا رو دیدم.
اینا رو دیدم که اینا هارت و پورت میکنن آقا اسلام در هر زمینش باید نابود شه، جمهوری اسلامی بره، شیعه باید بره، فلان بره، ما نمیذاریم، ما فلان میکنیم. بابا شما کی هستید؟ شما اینقدر درد و بختید، اینقدر بیچاره اید، اینقدر خار و ذلیلید که حتی توان اینو نداشتید تو حساس ترین ساعت‌های ممکن اخبار هفتم آبان رو پوشش بدید. بدبختا یک تار موی منم نمیشید. چی هستید شماها؟ به خدا خیلی حقیرید، خیلی بیچاره اید. اینا رو دیدم و تعجب کردم از برخی از دوستان برام می‌نویسن که امید دیدی حکومت درا نمیاد. من دیدم که این همه برنامه ساختم، ولی دوستان عزیز واقعا به این فشار میاد. گویا یاسین خوندم، اینا رو دیدم، دیدم چقدر تنهام و چقدر فرزندان کوروش تنهام، اینها رو دیدم. عزیزم نازنین خانم انگلازه بیا بگم گوشیشو بده من، چون فیسبوک رو نمیتونم ببینم، حداقل میخوام کامنت ها رو ببینم بعد یه بخشی پرسش رو پاسخ بدم. کامنت ها رو نمیتونم ببینم، اصلا هم خورد شده. ببخشید گوشی تو نزنی؟ گوشی تو به من میدی؟ من فیسبوک هم چیز شده. خب سخنی روشن و شفاف با برخی از یاران خودی که گفتم و این بخش رو اتمام میکنم و یه خورده تلاش میکنم سوال عزیزان رو ببینم حالا در اینستاگرام که میتونم بخونم یه خورده بخونم. و واقعا عزیزان گوشی تو به من میدی؟ 20 دقیقه دیگه برنامه. اوکی. چقدر درد آوره، یعنی انقدر ایران تنهاست. آدم بعضی وقتا میمونه که این تنهایی، هرچی من بیشتر میرم جلو مطالعه میکنم، تنهایی ایران و تنهایی فرزندان کوروش و خیانت گسترده‌ای که در یکی دوتا نیست، اپوزیسیون خائن، حکومت خائن، جامعه جهانی خائن، همه دست به دست هم دادن تا دوباره آریایی‌ها نتونن بلند شن. خیلی واقعا، خیلی واقعا دردناکه، به خدا دردناکه. نمیدونم چجوری بهتون بگم، باور نکردنیه این سطح خیانت. تاریخ سراغ نداره این سطح خیانتو، تاریخ سراغ نداره که یک کشوری حکومتش خائن باشه، اپوزیسیونش صد برابر خائن باشه، مردمش هم بیخیال باشن، عشق و حال کنن و یک اقلیت محضی باشه که عاشق ایران باشه، که 90% این اقلیت محض پوزش میخوام عزیزان شوت بزنن. حالا الان میخوای بگی امید فقط خودش رو قبول داره، هر چی دوست داری بگو، اصلا مهم نیست دیگه، خیلی چیزا مهم نیست. این خیانت گسترده رو نمیدونم با چه زبونی میشه آدم واقعا زبان. درود به فردوسی بزرگ که اون لحظه حمله تازیان به ایران رو از زبان رستم فرخزاد به اون زیبایی نوشت. ما در این اصلش با این همه واژه‌ای که وجود داره زبانمون توان نداره از مظلومیت فرزندان کوروش امروز بگه، مظلومیتی که فرزندان کوروش، من از دیشب که باهاشون بودم، برخی از یاران ما انقدر تو جاده این بیستای بازرسی اذیتشون میکردن نذاشن چادر بزنن، سه نفر بودن، یکی از بچه، یکی از تیمای ما، و اینها هی راننده رو عوض میکردن تو جاده ها میچرخیدن و اون دوتای دیگه رو صندلی خوابیدن دو سه ساعت. این مظلومیت واقعا آدم کجا میتونه ببره ازش صحبت کنه؟ واقعا چه زبانی میتونه این مظلومیت رو؟ اون وقت یه عده تو این شرایط که هیچ کاری برای فرزندان کوروش نکردن به خودشون عزیزان پروانه میدن به من بگن دیدی بعد بخشی نمیدن گیجگاه با هم بعد دست و پا رو همه رو با هم میخوان ربط بدن. قاسم سلیمانی دیدی هیچ کاری برای مون نکرد، آرش ضمانت، مسئله به هم ربط میدن. خب قاسم سلیمانی نبود که الان دو تا مسئله بود، یک کشور کردستان هم اونجا به وجود میومد، یعنی هم فرزندان کوروش نرفته بودن این اتفاق، این مظلومیت برای فرزندان کوروش پیش میومد، هم که کشور کردستان بغلمون درست میشد. مسائل قاطی کردن
کار انسان‌های بی سواد و بدبخت عزیزان. شماها ملی‌گرا هستید، سطحتون رو بکشید بالا. به خدا مسئول ندونستنتون من نیستم. با برخی جملات شاید خیلی ساده باشه ولی خیلی عذاب میدید منو. دشمنان برام هیچ ارزشی ندارن ولی دوستانم برام خیلی ارزش دارن. الان ناراحتم چون برخی از دوستان نزدیک اینها رو برام نوشتن. دشمن ارزشی نداره. دشمن انقدر حیوان صفته که در روز کورش به جایی که اخبار رو بخواد پوشش بده بلند شده خوابیده، اصلا نیست. این یکی یا فخرآور بیشرف رفته در روز کورش بزرگ که همه دارن اخبار رو پوشش میدن، این کثافت رفته عکس فتوشاپ کرده خودش رو جای رضا شاه زده سیبیل گذاشته برای خودش تو روز کورش، تو روز مظلومیت فرزندان کورش که مثلا اینها باید پوشش اخبار بدن. دشمن که ارزشی نداره ولی دوستانی که دل آدم می‌سوزه دیدی دیدی برای من را میندازن. خب بحث بیسوادی، ببینید بانو محبوبه، بحث بیسوادی یک طرفه، خیلی ها بیسوادن ولی بیسوادی میتونه آدم با شعور باشه. من اینجا دردم چند بچه‌ای که خیلی هم از من ایراد گرفتن با سواد باشن که هستن، ولی ببخشید تو این یه مورد خیلی بیشعوری کردن، مسائل رو به هم ربط دادن. نیروی نظامی شما آگاه نیستی، من با چند نفرشون در تماسم، میخوام حالا بگم من اطلاعاتی هم. تو که اطلاعاتی نیستی، امروز چیکار کردی برای فرزندان کوروش؟ خب بابا ببینید دیگه 48 ساعت گذشته، برید یه خود نقض پژوهشگری داشته باشی، برید فیسبوک همه رو نگاه کنید، شبکه‌های اجتماعی همه رو نگاه کنید، تلویزیون همه رو نگاه کنید، ببینید تو اون ساعت‌های حساس چه کسی تو میدون بوده. حالا من اطلاعاتی هم، به خدا باید سردر اون وزارت اطلاعات رو طلا گرفت که من اطلاعاتی باشم، منو قبول کرده به عنوان مأمورش. بعد دختای بیچاره انقدر سطحی فکر می‌کنن، برای خودشون یه گولی درست کردن به نام اطلاعات، همونطور که دشمنان شاه یه گولی درست کرده بودن به نام ساواک. نوک بینی میبینن، شعورشون هم تا همین سطحه. بابا مسائل خیلی زیاده، زوایاش مختلفه، شما حتی زاویه مستقیمت نمیتونی درست تشخیص بدی. حالا من بیام برای تو توضیح بدم که آقا زوایای سه بعدی دیگر هم نگاه کن، چه دل خوشی دارم من. کامنت ها رو میخونم، سوالی هست. درود بر بانو فریبای عزیز توی اینستاگرام. ببخشیدم اینو بیارم سری بالا. اینجا اینقدر اومده حواسم نبوده، کامنت توی اینستاگرام اینقدر بالاست که من همینجوری. پاتیزان عزیز کاوی کنی، من در آدمای اطراف بیسواد میشناسم. خدا حالا دیگه چی بگم بابا، اینو مگه صحبت خاصیه؟ برنال لبیل و آوانه تو شبکه اسمی و سوی داره از تجزیه طلبای کرد. بله مسئله یکی دوتا نیست، به هر حال حکومت یک روز بزرگی رو از دست داد. یعنی حکومت میتونست امروز کاری کنه که خودش همراه این داستان بشه. کاری که امروز حکومت کرد، من اینو بهش بگم، کسانی که اون پشت نشستن، کاری که حکومت امروز کرد در لحظه اول یک گام به نابودی خودش برد. منتها نابودی حکومت برای من هیچ ارد مهم نیست، ولی بدبختی میدونی شرایط مملکتمون انقدر دردناکه. حکومت بمونه ایران داره نابود میشه، حکومت بره ایران نابود میشه. یعنی اصلا موندم چی بگم دیگه، اصلا آدم میمونه. برای همین ما ناچاری دیگه داریم تلاش میکنیم نیروهای مسلح رو آگاه کنیم. طرف میگه دیدی نیروهای مسلح آگاه نمیشن؟ خب آقا اونا آگاه نمیشن، تو آگاهی اصلا الان؟ رو کی حساب کنم؟ رو تویی که مثلا حتی عکستو رو فیسبوکت نذاشتی تو خارج هم زندگی میکنی، رو تو حساب کنم؟ رو چه کسی حساب کنی؟ خب بگو رو چه کسی حساب کنیم. شما که تو خارج بودی چرا مراسم برگزار نکردی برای هفتم آبان؟ من مشخصه چرا برگزار نکردم. من بارها برگزار کردم در سوئد و بعدش ایرانی اینجا انقدر احمقن، گفتن اگه امید برگزار کننده باشه فلان اینا زیراب دارن نمیایم اینا، بعد دیدم ارزشی نداره و زمانمو گذاشتم کار مفید دارم میکنم برای بچهای داخل. شما که همین کارو نکردید، شما چرا برگزار نمیکنید؟ چیکار کردید برای ایران؟ شماها انقدر طلبکارید،
چی از جون من میخوای؟ من دارم یه کار پژوهشی میکنم، من دارم در راستای ملی‌گرایی یه کار فکری میکنم، چی از جون من میخوای؟ نه سوالتون به من میرسه، نه بینشتون به من میرسه، نه توانایی های منو دارید که تو 48 ساعت گذشته باز سابه با این همه فوشی هم که میدید. آخه بازم بچه های ایران هیچ کدوم از شماها رو که آدم حساب نکردن، همه ویدیوها رو برای ما فرستادن. حرف حسابتون چیه؟ نه باور دارید، نه ایمان دارید، نه سواد دارید، نه شعور دارید. چی از جون من میخواید 24 ساعت منو فوش میدید؟ فکر کردید من مثل شما سطح هم پایینه که بیام الان برگردم حرفای کمپوزیسیونی بزنم؟ اینقدر احمقم بیام همون حرفا رو بزنم؟ تو به من بگو اگه رو نیروی مسلح ایران حساب باز نکنم، رو تو حساب باز، رو رضا دیبا حساب باز کنم که مثل آب خوردن، مثل پوست خیال سال گذشته فرزندان کوروش فرو، رو رضا دیبایی که حتی رو دختره خودش تاثیر نداشته، اینستاگرام دختراشو اینا رو نگاه میکنی همش دارن مدلن و اینا تو بغل پسرای غربی هستن. حالا خوبه قبلا یه دوست پسر سیاه‌پوست داشت، حالا الان دیدیم یه پسر دیگه آمریکایی تو بغل اونه، خانم نور. رو کدومتون حساب میشه باز کرد برای کشور؟ فقط بلدی از صبح هیچ پستی برای فرزندان کوروش اخبارشون رو پوشش ندادید، ولی موقع نمک رو زخم میپاچید. شاید بعضیاتون ندونسته این کارو کردید، ولی دل منو شکستید، دل منو شکستید. خب یکی توی اینستاگرام ببین چه بیمارانی هم یه چیزی کامنتی میذاره که طولانی باشه. امید ارزش نداره اصلا وقت بذاریم اون اینو حرف. دقیقا من قضیه رو میخوام جمعش کنم عزیزان. امیدوارم صحبتهای امشب تأثیرش رو گذاشته باشه. یه جمع‌بندی تو کل صحبتام کنم در مورد اتفاقات اینا. ببخشید که تون صحبت کردم، کلمات ناشایستی جلوی بانوان یه خود تون بود و پرنسیپ های گفتار من به دور بود این صحبت ها، ولی هیچ فیلسوفی قربونتون برم دندون درد رو نمیتونه تحمل کنه. هر چقدر فیلسوف باشی دندونت که درد بگیره آخ میگی. من به هیچ عنوان، چون میدونم خیلی از اینه که دم از کوروش میزنن موقعیت سوق‌الجیشی و ژئوپلیتیک پاسارگارد رو نمیدونن، و من چون اون موقعیت رو میشناسم زیاد رفتم، وقتی که فهمیدم بچه‌ها جایی نداشتن بخوابن، همش تو کوه بودن، تحقیر شدن، اذیت شدن، هر بی پدر و مادری اومده ماشینشون رو گشته، عکس گرفته از ماشینشون و مدارکشون رو گرفته، واقعا باید خون گریه کرد در مورد این مسئله و من نمیتونم تحمل کنم، واقعا نمیتونم تحمل کنم. و پوزش میخوام از دوستان که تون صحبت کنم، یه جمع‌بندی میکنم. جمع‌بندی اینه که امروز حکومت در حقیقت پیاده نظام گلوبالیستا و صهیونیسم جهانی بود. گلوبالیستا و صهیونیسم جهانی که سال گذشته تونستن از طریق اپوزیسیون ایران علیه فرزندان کوروش گام بردارن و فرزندان کوروش رو اذیت کنن با بیانیه‌های رضا دیبا، با بیانیه‌ها، صحبت‌های رضا، چی علیرضا نوری زاده، اون میوادی تریاکی، اون شریعت مداری کثافت. و امسال گلوبالیستا توانستن رو بخش خرمذهبی برن از طریق روشنفکران اصلاح طلب. من میدونم دقیقاً چیکار کردن، رفتن پیش 4 تا از این مراجع تقلید، بهشون گفتن آقا روز کوروش می‌بینی داستان چیه، که آخون که حالیش نیست، مراجع تقلید که شعور ندارن. فقط یه جمله کلیدی بهشون گفتن که آخونده حساسن، آقا اینا برای یهودا صهیونیست منا که هفتم آبان چیه داستانش؟ هفتم آبان روز آزادسازی یهودیاست. حالا خب اسرائیل خودش مخالف این روزه، سال گذشته این همه خرج کردن که اپوزیسیون بیانیه بدن، از اون همشون، از اون موشیری و میبودی و همشون. و آخوندام گفتن اینطوریه، یه بخش خرمذهبی امسال جلوی این داستان رو گرفتم. دقیقاً دقیقاً همسان هم میگه که اسرائیل خودش همیشه خواسته از نام کوروش کردیت بگیره برای خودش، و این خیانت رو کردن و برگزار نشد و آب ریختن در آسیاب دشمنان وجودی ایران. و در این مرتیب
یک زرنگی دیگه ای که گلوبالیستا کردن از طریق آخوندهای احمق خراب کردن نیروهای مسلح ایران بود که به قشنگی انجام دادن. خراب کردن چهره‌ای به مانند حججی بود، چون حججی جز معدود جانباخته هایی است که کشته شده و چه دوست چه دشمن دل برای او می‌سوزاند و او را دوست داشت یا حداقل احترام حفظ می‌کرد. ولی وقتی شما عکس حججی رو می‌ذاری میگی پاسارگاد همایشه به خاطر حججی، طبیعتاً نقشت اینه که همه فوش بدن دیگه. منی هم که آگاه هم اگر اونجا باشم یا همین الان هم اینجا، منم حفظم در میاد، منم احساسی میشم چهار تا فوش میدم. شما دقیق میدونستن دارن چیکار میکنن. و هفتم آبان یک بار دیگه ثابت کرد چقدر اپوزیسیون ما خائنه. تو حساس ترین لحظات هیچ کدومشون نبودن. عزیزان برای خودتون ارزش قائل بشید، برای زمان وقتتون، پای این رسانه های اپوزیسیونی فکستانی، پای این افرادی که هر بی پدر و مادری میاد بلند میشه برای خودش ستاد هفتم آبان میذاره. اون بی شرفی مثل خسرو صمدی که اگه بچه های کوروش، فرزندان کوروش دوست داشت، سال گذشته یه اعتراضی به رضا دیبا میکرد. امسال هم که دیدید هیچ پوشش خبری نداد. حالا فردا برو تو برنامه هر چی دلت میخواد بگو، ارزشی نداره. تو لحظه‌ای که باید باشید نیستید شما ها. بعد که تو برنامه بخواید کلاس بذاری اینا که بابا. و حواستون باشه این خیانت گسترده حامیان رضا دیبا هم دیدیم که با وقاحت شعار فرزندان کوروش از سال گذشته بهش حمله کردن. بعضیاشون خط زبدر زدن روی شعار ما آریایی هستیم عربه. بعضی دیگه مثل همین ستاد هفتم آبان که حتی یک فیلم اختصاصی منتشر نکرده مخاب بود، این بیشرف ها اومدن چهار تا پناهجوی دوزاری که اصلا اینقدر دیگه اینا سر. با اینکه امشب من از پرنسیپ های خودم رد شدم، پا گذاشتم رو برخی از پرنسیپ های خودم، باز نمیتونم نام اینا رو بیارم که این یکی پرنسیپم هم رد کنم. اینقدر اینا حقیر زادن. پسره توپال برای من نشسته حرف چرن میزنه تا بچه جان. واقعا اینقدر بعضیاشون کوچیکن آدم نمیتونه نامم بیاره. برای من ستاد هفتم آبان زدی، تو خودت میری دستشویی نمیتونی بشوری، ستاد زدی برای من. و یک بار دیگه دست این افراد تو اپوزیسیون رو شد، خیانت گستردهشون رو شد. و یک بار دیگه دلیل این همه حمله به منم هم روشن شد. از دیشب تا حالا بذارید بعضی از این بیشرفانم ما کلن پاکشون کنیم. و حمله گسترده خیلی هم به من یک بار دیگه ثابت شد، چون توی عمل فقط دیدید که من و دوستانم بودیم که در فضای مجازی یک پوشش خبری درست و درست، واقعا درست، چون دیدیم حجم اطلاعاتی که داره پخش میشه همه دروغ، فیک نیوز به مانند آمد نیوز. آمد نیوز فیک نیوزه، یعنی این آمد نیوزی که 700 هزار تا مخاطب داره، این آخه تریاکیه دیگه، اون مدیراشون همه تریاکی هم. مدیراشون همه تریاکی هم، مثل اون سام محمودی یه مش تریاکی جمع شدن آمد نیوز رو انداختن. همه نصف خبرهایی که منتشر کردن فیک بوده امروز در مورد آرامگاه کوروش. یعنی بعضی ها اینقدر نمیفهمن، فیلمایی رو منتشر میکنن مردم تو آرامگاه کوروش هم. بابا هیچکی نتونست تو جاده پاسارگاد بره، شما فیلم چه آرامگاه کوروش رو پخش میکنی؟ اینا مال سال گذشته است. و اینقدر به این آمد نیوز فشار اومد که همه اخبار موثق از سمت ما بیرون میاد، اومد توی آمد نیوز مطلبی علیه من نوشت و یه عکسی علیه من که با آقای عرفان قانعی فر بودم منتشر کرد، نزدیک 300 هزار تا بازدید داشت. دمش گرم، تبلیغ بود، ولی این خیانت گسترده ی آمد نیوز. همین موده بود چهار تا بچه تریاکی جمع بشن آمد نیوز بدن دلشون برای کوروش بسوزه. آقای سام محمودی، شما یادتونه با اون دوستتون پور عبدالله توی راهرو 350 منو دیدید، من به جای درود میگفتم پاینده ایران، اون دوستتون پور عبدالله برگشت گفت فلان هم تو دهن ایران، شما خندیدید. حالا تو تریاکی معتاد برای من کوروشناس شدی؟ نه، شما کثافتا فقط میخواید هر تجمعی باشه ماهی خودتون از آب بگیرید، برای من میای مطلب مینویسی؟ این شرافت. تریاکی بهت میگم چون مسئله خصوصی نیست، تریاک رو مغز آدم تاثیر میذاره، رو مغز تاثیر میذاره اینقدر خبرهای فیک منتشر میکنی. 700 هزار تا که مخاطب داری فکر خوشحال نباش،
ما اگه گاو و گوسفند تو مملکتمون زیاد مثل تو نداشتیم که الان وضعمون این نبود یه مش آخون رومون حکومت کنن، وضعمون این نبود در طول تاریخ قفقاز رو بدیم و سمرقند و بخارا رو ببخشیم. گوسفند مثل تو آقای سام محمودی زیاده، ولی من که تو رو میشناسم، تو کوروشناس شدی؟ تو راه روی 350 یالته؟ خجالت بکش. تو تخت آقای اوسانلو، برادر همین افشین اوسانلو، برادر همین اوسانلوی که الان خارجه میشستی، خدا زنده یاد البته اوسانلو فوت کرده درست نیست بگیم، ولی میشستی مواد میکشیدی یادت رفته، حالا آمد نیوز برای من را انداختی؟ بی شرف. این پانکورده بی شرف آریایی رو با این می نویسه، این با این نوشت من رو یاره یک کچلی انداخت توی سوئیس که از بچه های ازبان مشروطه هست بود، یعنی انداختنش بیرون. پسره تمام زندگی فقط گربه بازی کرده، بعد میخواد منو تمسخر کنه، آریایی رو مسخره میکنه. این همین پانکوردا با این نوشت که کثافت. واقعا خدایا صبر به من بده، یعنی خیلی دوستانی که واقعا یه کوچولویی برای من ارزش قائلن واقعا برای من آرزوی صبر بکنن، واقعا آرزوی صبر بکنن. آدم سکته نکنه خوبه از دست این خیانتای گسترده. به هر حال عزیزان دمتون گرم، صحبت دیگه ندارم، فکر کنم همه چی رو گفتم، جمع‌بندی هم کردم، مسائلم روشنه. امیدوارم که یاران امروز تجربه کرده باشن از این مسائل و زین پس بیشتر با من همراه باشن. ما باید وارد کار پژوهشی بشیم. حکومت رو تهدید کردم اگه بخواد ایران ستیزی کنه ما هم جنبش قرآن سوزی رو میندازیم، ولی دارم به حکومت میگم من نمیخوام این کارو بکنم، چون من زندگیمو گذاشتم رو بخش پژوهش و فقط به جز جنبش پاسارگاد اینجور کارهای عملی نمیخوام زیاد وارد بشم. بحث پاسارگاد چون بحث بسیار مهمی است که دنیا رو قرار نجات بده من ورود داشتم و این بخشی از منه، چون از سال 85 با این جنبش عجین شدم و این مهمترین جنبش تاریخ ایرانه و حتی شاید تاریخ دنیا. شاید در آینده بیشتر بفهمید گلوبالیست که ابتذالش بیشتر، موجش رسید بیشتر به ایران، بیشتر بفهمید که جنبش کوروش چقدر بزرگه. ولی من نمیخوام جنبش قرآن سوزی را بندازم. امیدوارم حکومت پا رو دم جریان ملی نذاره. ما برای نوروز دوباره پاسارگاد خواهیم بود. ما امسال در اردیبهشت ما برای فردوسی در خراسان طوس خواهیم بود و سال دیگه هم در هفتم آبان دوباره خواهیم بود و در ادامه مسیر روزهای دیگری هم که روزهای ملی از جنس جنبش هفتم آبان و کوروش بزرگ باشه هستیم و اگر بخواد جلوگیری بشه از این جنبش ها چنان جنبشی براتون را من همه رو میذارم کنار. اون بازجوی های من که بارها منو بازجویی کردن خیلی خوب میدونم من چقدر توانایی دارم، میدونم من چه به قول معروف جانوری هستم، چه ایمانی دارم به کاری که انجام میدم. همه رو میذارم کنار اینا که فوش میدن، ولی توی بازجو که منو میشناسی به خدای ایران سوگند چنان جنبشی را میندازیم به زانوتون در میارم، ولی من نمیخوام وارد این میدان ها بشم. دقیقاً گفتم، دقیقاً یک پوان مثبت. امروز حکومت میتونست به همراه ملی‌گراها برنده میدان باشه، ولی حکومت کاری کرد، هم خودش بازنده شد، هم ما رو ناراحت کرد و هم آب ریخت به آسیاب دشمنان وجودی ایران. کل جنبش انداختید توی قلک اپوزیسیون بی سواد و خائن. خائن خیلی بدبختید به خدا، خیلی بیچاره. من نمیدونم اتاق فکرتون کی بود این کارو کرد، خودفروشی کردن تو اتاق فکرتون. عزیزانی که یه ذره عقل دارن توی جمهوری اسلامی برن ببینن که این داستان زیر سر کی بود. به خدا تهشو بگیرید میرسید به سر. شما غلط کردید که میگید مبارزه میکنید با اسرائیل. کار امروزتون در راستای صهیونیسم بود. اون بخشی که واقعا عقل داره، غیرت داره، بری ببینه کار کی بود که صدای ما رو هم که مدت ها بود علیه اسلامتون چیزی نگفته بودیم بلند کرد. و میترسم که فعالیت های ما منحرف بشه در انتقام گیری از این حرکت امروزتون. امروز با تمام وجودم تلاش میکنم جلوی خودمونو بگیریم، ولی کاری نکنید فعالیت های ما به سمت
انتقام گیری از امروز سوق پیدا کنه. چون اگر بخوایم انتقام بگیریم تمام ایران قرآن سوزی را میفته. روزی گفتم توانایی بازجوی من میدونه، گفتم میدونه من کیم، چه توانایی دارم و چه ایمانی دارم تو راه خودم. کاریم باهاتون میکنیم، روزی 5 تا ویدیو حداقل از سرتاسر ایران از قرآن سوزی راه میندازی. انقدر ویدیو قرآن سوزی تو فضای مجازی زیاد راه میفته که دیگه یک امر طبیعی آبرتون بره، ندونید که این جنبش چجوری جمع کنید. به خدا دارم راست میگم، حالا هر جور دلتون میخواد فکر بکنید، ولی میدونید که تواناییشو دارم. پا رو دم فرزندان کوروش نذارید. کوروش، زرتوش، فردوسی، اینا سه تا سنگ محک ماست، اینا سه تا ستون اصلی ماست، اینا خطوط قرمز ماست. پا رو اینا بذارید خوردتون میکنیم، هستی و نیستیتون رو با منطق و قلم نابود میکنیم. پس حواستون باشه دارید چی کار میکنید. حرکت امروزتون بسیار زننده بود، خیانت بزرگی به فرزندان کوروش بود. قربون همه برم، دمتون گرم. دیگه زیاد صحبت نمی کنم، امیدوارم صحبتامونم ضبط شده باشه. قربونتون، بدرود بدرود.